ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغ لاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. نن دوشنبه ده، د 2021 عیسوي کال د جنوري د میاشتې 15مه نیټه ده. ستاسو په خدمت کې د افغان پیام تلویزیوني شبکه ده، د سپینو خبرو برخه ده او د افغانستان په پیښو به البته انشاءالله سره غږیږو. له تاسو نه هم هیله لرم چې تلیفون راوکئ. څوک چې په اروپا کې او نورو ځایو کې تشریف لري د عادي لاین نه تلیفون راوکئ، او څوک چې په افغانستان، ایران، په نورو هیوادو کې امکانات د لانګ ډیسټنس او یا لرې واټن نه لري، لطفا ګران دوستانو د واتساپ نه استفاده وکئ. واتساپ موږ فعال کړی ده د همدې لپاره چې تاسو لپاره آسانه سی او رایگانه وی، او کولی سی چل دی طریقه تلیفون را وکی. و ما با دوستایی که در آلمان تشریف دارن، خصوصا یا در اروپا، و امکانات آسان است، سهل است، میتونه از طریق لاین باز استودیو تلیفون بزنن به شماره که اخیری از 70 است. و کسانی که در شرق میانه، افغانستان، ایران و دیگر ممالک از طریق واتساپ تماس بگیرن، و خصوصا داخل افغانستان که میخواییم مردم افغانستان در داخل نظریاتی از اونا شنیده شوه، برای مردم جالب است که الحمدلله تعداد کثیر بعد از اینکه تلویزیون پیام افغان در یاست داخل شده، بینندگان تلویزیون پیام افغان واقعا به شمار گردیده و روزمره برای ما گفتم میتونم در حدود بیش از 500 تلفن وصل میشه و نظریات خود بیان میداره و خرسندی خود ابراز میدارن. به هر حال دوستان عزیز، میریم سراغ اخبار افغانستان. طوری که شما میدانین مسئله قطر مرکز تقاطع نظریات دو جانب جنگ، یعنی طالب و یا بگویم یا حکومت یا داری کابل، حکومت دست نشانده که البته بادارا رخت سفر میبندن و کوچکشی دارن، بیسای نظامی خود تخلیه کردن مگر مزدورای خود گذاشتن، مزدور جنگ میکنه برای بقای خود، بادار از جنگ دست به سر گردید و بالاخره بعد از 20 سال به این نتیجه رسید که دیگه به این ملت و به این مردم با پاخیسته و ایماندار و به تاریخ مراجعه کردن از جنگ دست به سر شدن و با طالبان قرارداد بستن و گفتن که حکومت اسلامی در افغانستان روی کار بیه. و شما میدانید که این آیت و این حکومت اهل تشکیل یک حکومت اسلامی نیست، صرف یک عنوان گذاشتن برای اخفال و اغوای مردم افغانستان. حکومت اشغالی هیچ وقت نمیتونه اسلامی باشه، چون مغایر است با عقاید اسلامی ما. وقتی پای اسلام در میان میاد، یک حکومت اسلامی میشه، او سلطه یهود و نصارا را مطابق با آیات قرآن نمیپذیره و سلطه بیگانگان بالای خطه خود، خانه خود، ناموس خود، مقدرات خود به دیگر نمی سپاره، روزی خور و جیره خور دیگر نمیشه. بنابراین تو یک حکومت از نطفه با اسلام در یک اختلاف قرار میگیره، مگر صرف چون افغانستان جامعه سنتی است، هر یکی میخواه بیرق اسلام بلند کنه و جنبش اسلامی سمت شمال دوستم که او هیچ چیز از اونا به اسلام مطابقت نداره، یا دیگرایی که از اسلام استفاده نمودن و از جهاد و امروز در آبخور و کهدان بیگانگان نشقار میکنن، به اسلام هیچ مطابقت نداره. بنان یک حکومت اسلامی را همی حکومت موجوده یا اداری دست نشانده و یا حیات اعزامی، اونا نمیتونن یک حکومت اسلامی را برقرار بداره، چون در یک حکومت غیر اسلامی ضد اسلام قرار دارن. بنان کسایی باید صدای اسلام بلند بدارن که واقعا
اونا مطابق به اسلام باید رفتار کنه که او طالب از شماستین بیننده مردم عام افغانستان، چون اسلام یک عقیده عام است، حتی گفته میشه که یک مسلمان از یک بخش جهان و یکی در یک او طرف دنیا با یک حساب بگویم کره زمین برادر یک دیگر شمرده میشه، یک برادر هده هست، یک دین برادری و خواهری است میان مسلمانان، یک عقیده عام است، صرف یعنی در حصار افغانستان خلاصه نمیشه، عقیده عامی است که از 14.5 سال به این سو این دین مروج هست و توسط پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و بعدا توسط افراد و اشخاص واقعا پیرو کتاب الله تمثیل گردیده و ای با عام مردم جهان تعلق داره، یک دین جهانی است. بنان در افغانستان اگر یک حکومت اسلامی باید برقرار شود، باید با پایه‌های اسلام استوار باشه، واقعا که امی حکومت نیست، امی مردم نیستن و اینا با اسلام و اینا با کلی پشت پا زدن و باید یک کسی دیگه یک حکومت اسلامی را واقعا برقرار بسازه با اصول اسلام مطابق با سنت مردم افغانستان. بنان در قطر یک حکومت اسلامی باید روی کار بیاید مطابق نسخه که شده پارسال قراردادی که با اشغالگران امضا گردید، دستخط گردید، در اونجا گره خورده، اسمی از او را صلح گذاشته، در حالی که در داخل افغانستان از امرالله بالکا گرفته تا این محب جانی که از بیرون وارد شده چوچه انگلیس گفته بعضی ها، او آدم با تمتراق در هر محل استاد میشن و زده طالب شعار جنگ بلند کردن، در حالی که طالبان اتا اینا رو بسیار به کلی اغماز میدارن، خیلی پوست پیاز هم نمی کنن. ما از طالب هیچ واکنش در برابر این مردم ندیدیم یا نشنیدیم حداقل. بنان یا فکر میکنن که اینا هیچ کاره نیستن، وقتی بادار نبود و مزدورم چپراسی هم نیست که دفتر من حل میشه یا می چپتر و فصل زندگی از اینا با یک حساب خاتمه میابه. برحال مسئله قطر است و همچنان نارامی ها در داخل افغانستان است دوستان عزیز و جنگ های سراسری تا در سرحدات افغانستان چین و مشترک، یعنی سرحدات مشترک با چین و تاجیکستان، از حراسی از این که بعد از ختم امی معامله قطر اگر یک حکومت روی کار میاد که دوباره داعش گویا زنده نشوه و چین خام نخوره و تاجیکستان از بین نبره و تار و مار نسازه، به این بهانه ها در سرحدات چین و تاجیکستان احضارات دارن و تهانه های نظامی احداث کردن. برحال و حکومت افغانستان هم ناتوان است در مو خلکوهایی که هیچ حکومت اونجا نرفته و باز خاص در داخل کابل نیست، باز در بدخشان دیگه عسکری بیچاره افغانستان که هیچ مهمات نظامی نداره چی خواهد کرد. برحال طوری که آقای غنی امر فرموده که سخنگوی والی باید منحل شد و پوستی از او دیگه سخنگوی ویاند نداشته باشه، خود والی باید صحبت کنن با مطبوعات. والی کندوز بسیار اظهارات خوب داشت و گفت که همه مردم با طالبا گرایش داره، این واقعیت براتان میگم و حکومت به کلی ناتوان است در اینجا تا جایی که می سه ماهی که ما گماشته شدیم، خود او آدم بیان میداره. ای اخبار میشنویم دوستان عزیز، پول از مجرای میدان هوایی کابل همه تو طوری که آمار نشان داده شد و سیگار گفته در حدود 6 بیلیون دلار هر سال از افغانستان قاچاق میشه. یکی را خنده گرفت گفت ما صادرات نداریم، خب صادرات ما دلار است که کاکای ما داده در جیبای ما انداخته، او را باید صادر کنیم در بانکای بیرون برای خود نگهداری بداریم. او تشویش از او را آقای گلبدین حکمتیار هم داشت و همتو بود. و در ضمن شنیدیم که آقای عبدالعادی ارغندیوال که تازه به سمت وزیر مالیه گماشته شد یک چند روز قبل، بازور برداشتن و برطرف ساخت و
گفتی یکی که توانگواری او سو انداخته شد از دومش گرفت که با امر بادار خود توجه نکرده و در اونجا جنجال هم همی است که آقای رندغندیوال ادعا داره که با این سمتی که گماشته شده در اونجا جنجال بالایی که اونا میخوان کسایی که کرپت و فاسد هستن اونا رو نگه داریم به اول حاض ما بالای موقف خود پافشاری داشتم در حالی که اگر عبدالهادی رندغندیوال بگماره یا حکومت افغانستان بگماره یکی خب یک وقت یک صحبت با یک امریکایی داشتیم بسیار جالب بود یکی پرسید از او که یک مهاجر در نیویورک بسیار خوب میتونه ارتقا کنه یا در لس آنجلس یا در کالیفرنیا باز او گفت که امریکا یک کاسه شورواز یا سوپ پات که میگن میگه از هر طرفی که امو مایی یا شوربا را شما بخورین امو شوربا را میخورین امریکا یعنی مساوی تقسیم شده یعنی انکشاف یا رشد مساوی داره در هر ایالت امریکا اگر شما بودین از امو کاسه شوروا نوشجان کدین در حکومت هم اگر عبدالهادی در وزارت مالیه باشه و یا کسی دیگه و یا گماشتگان حکومت در اونجا در بنادر افغانستان معذف شوند توظیف شوند و یا خود عبدالهادی ارغندیوال اشخاص و افراد چهره های رفیقا و دوستای خود بفرسته معتمدین خود باز هم امو دز و دغل در افغانستان آدم پاک و صاف و وطن دوست بسیار کم میبینین عبدالهادی ارغندیوال او را بهانه ساخت که با حکومت سازش نتانستم بکنم او کسایی که دوز هستند در حقیقت در حالی که یکی جالب یک تشریح برای ما داد که بعض انسان ها برای توجیه خود برای تبریه خود یک مسلمان میگه یک جای نشسته بود گوشت خوک میخورد یا خوک یکی برش آمد گفت که خودت خود مسلمان هستی گوشت خوک چطور میخوری گفت والا ما دیدم که او را به طریق ذبح اسلامی قصابی کرد دیگه به اول حاض گوشت از او حلال میشه عبدالهادی جان هم صاحب دیده که به طریق ذبح اسلامی گوشت خوب میخورد دیگه بنان یک توجیه برای یک مسلمان که در یک دستگاه کار میکنن امو اسارت پذیرفته وطن فروخته خیانت ملی کرده که وزارت مالیه را پذیرفته و قضا را که خداوند روی بعضی ها را سیاه میسازه بعضی نه اکثری از اینا را باز میبینه که بادار مادون خود میخوره مثل بعضی حیوانات که چوچه خود قرط میکنه و میخوره در انگامی که قهر شوه یا گرسنه شوه گفته یکی میگه یک برادر ازارگی ما در جنگای کابل میگه بسیار قهر شده بود یک قماندان باز امون روزم دشمن نیافته بود و میگه فیرای اوائی میکد میو که ما امروز موری از خود مکش دیگه آقای اشرف غنی هم از خود کشت سای ورداش سرش زیر بالش ساخت چی میگه سزای قرو تاپ گرم او هم در مطبوعات در چند روز بیرون شده بود مثلا دیگه او را هم دیدیم دوستان عزیز اخبار داریم یعنی ما این بار از کابل نیوز از تلویزیون آقای بیات برگزیدیم اخبار تازه دیروز و امروز ایشان دوستان عزیز توجه دارین به خبر اول از آریانا نیوز خبرها مشاور امنیتی ملی کشور طالبان را متهم به عدم استقلالیت در گفتگوهای صلح میکند حمدالله مهی میگوید که رهبران طالبان در تصمیم گیری هایشان آزادی ندارند و اطلاعات آنان نشان میدهد که این گروه برای فصل نبرد آمادگی میگیرند همزمان مقام های ارشد امنیتی میگویند نیروهای امنیتی برای دفع حملات طالبان در فصل تازه نبرد آمادگی کامل دارند گزارش از سمیع جاش مقام های ارشد امنیتی کشور اینجا در مراسم ایجاد قلوردوی مشترک نیروهای ویژه متشکل از ارتش، پلیس و امنیت ملی گرد آمدند. در این مراسم مشاور شورای امنیت ملی میگوید که طالبان در تصمیم گیری هایشان آزادی عمل ندارند. کل دوی وازی کیگی از منگه در تیم سر اپا دوها که خبری که ولی هر یو پا جدا جدا در چه وازی کرو چه دوی خپل استقلالیت نمولدی. زمونگا تیم تا افرادو تا دا ویلی دی چی دوی استقلال نلری دای ویلی دی چی دوی
معاصره دی گروگان نیول شوی دی دی فامیلون پا پردی مملکت کی وزیگی. از سوی هم اطلاعات استخباراتی نهادهای امنیتی نشان می دهد که گروه طالبان آمادگی جنگ را در بهار آینده دارند. اینا کسایی هستند که خودشان و یک تعداد اطفالشان در کوچه ها و پس کوچه های پشاور و در کویته کلان شدند. وابستگیشان بیشتر به اون کشور است و این کشور از خود فکر نمی کنند. در صورتی که طالبان رای جنگ که تمام معلومات های استخباراتی اشاره به چنین نیتشان می کنند، نیروهای دفاعی و امنیتی آماده دفاع از این سرزمین و جواب به تمام حملات مزدورانهشان می باشند. به گفته مقام های امنیتی، اگر گفتگوهای صلح نتیجه ندهد، آمادگی کامل جنگ را در بهار پیشرو در سراسر افغانستان دارند. دا گز دا میدان، خوش کنن عرب جای افغانستان به ملکیات ضرر نرسانن، پل نپرانن، مین نمانن، خوش کنن جای هر جای که خوش میکنن، ما الحمدلله حاضر هستیم، خود ما میریم. قدرت نمایی نیروها در حال صورت میگیرد که گفتگوهای صلح در دوحه قطر جریان دارد. منابع میگویند اگر گفتگوهای صلح در دوحه نتیجه مثبت ندهد، بهار پیشرو یکی از خونین ترین بهار در 20 سال گذشته خواهد بود. سمجهش آریانا نیوز کابل. بله دوستان عزیز، خبر بعدی البته انفجار باز هم در کابل بود، جان یک نفر گرفت و از و دو نفر زخم برداشتن. فکر میکنم یکی از مامورین بانک مرکزی آماج قرار گرفتن و جان به سلامت برد، زخم برداشت و محافظینی از اونا به خیلیم یکیش کشته شده بوده. توجه بدارین این حالت کابل تشریح میته و از آقای امرالله صالحی که ششونیم صبح میاد جلسه میکنم، این محصولات ششونیم صبح است. یکی خود دیروز گفت که ای کاش هیچ از خواب بیدار نشه و در خواب بمره که کابل بیغم شوه از زمین. ششونیم صبح و چارونیم صبح، ششونیم صبح هم انفجار است و چارونیم هم است و هشتونیم هم است. افغانستان در یک تباهی قرار داره بدبخته. خبر دوم پایتخت هم میخوایم. امو خبر بود دوستان عزیز، مسئله انفجار است. کابل به سطو آمده، مردم سخت شاکی هستن، شکوه دارن، جگرخونی را بار آورده، مصیبت است در افغانستان. وقتی یک پایتخت یا مرکز یک کشور یک مخمصه به سر بره، مهمتو دامنی از او رو ببینن، آیسته آیسته به دیگه اکناف کشور میره. توجوب داریم به خبر. انفجار بر موتر حامل رئیس حل منازعات بانک مرکزی، یک تن جان باخت و دو تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید این رویداد بامداد روز یک شنبه در جاده سیوم شاه شهید در حوزه هشتم پلیس کابل رخ داده. باشندگان کابل از افزایش انفجارهای روزمره در پایتخت شاکی‌اند و از دولت میخواهند جلو این چنین حملات را بگیرند. گزارش از علی اصغری. شنبه صفحات اجتماعی با هشتگ امروز کابل انفجار نشد پر بود، اما بامداد روز یکشنبه دوباره انفجار. اینجا در حوزه هشتم امنیتی کابل موتر حامل کارمندان بانک مرکزی در ساحه شاه شهید هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه آن عبدالله دورانی رئیس کمیسیون حل منازعات مالی این بانک همراه با رانندهش زخم برداشتند و یک محافظش در این رویداد جان باخت. کله مونږ راووتو ډیر سخت ګردونه په دې منطقه کې او په صحنه کې مچولې دل یو کا دوه کسان زخمیان و یو چې هغه جوړ و. محمد انیس که کارمند شهرداری است و پس از هر انفجار محل رویداد را پاککاری می کند، می گوید وضعیت امنیتی پایتخت او را خسته کرده و از طرف های درگیر جنگ می خواهند که خشونت ها را توقف دهند. احساس خوب نداریم به خاطر از ما به مردم افغانستان، به کل مردم افغانستان، هر کسی که در اینجا زندگی میکنه، گفتن میست که ما خوب بیچاره مردم هستیم، بسیار عاجز مردم هستیم، طبقه غریب هستیم، مسکین هستیم. افغانستان ما شما که توانای زیر نداره. فکر کی چی اورست دیگه کلام بزرگای ما قرار ده اونجا ششته غریب و بیچاره نه روز بر روز تلف. آگاهان نظامی میگویند از ماین های مغناطیسی که در این اواخر در رویدادهای حراس افغانان استفاده می شود در بیرون از کشور ساخته شده و در اختیار حراس افغانان قرار می گیرد. ساخت ساز از آن بسیار عصری و مدرن است و از اون لحاظ گروه های کوچک تروریستی نمیتونن از او نه بسازن و نه هم
به دسترس داشته باشند. این استخبارات همسایه های متاسفانه به دسترس گروه های تروریستی قرار میدن. در 3 ماه گذشته موج از انفجارهای ماین های مغناطیسی در حوزه های مختلف شهر کابل افزایش یافته است. دیروز تنها روزی بود که در 3 ماه گذشته انفجار صورت نگرفته. ظاهرا کابلیان هم با این انفجارها خو گرفتند. اما دیده می شود که نیروهای امنیتی هم نتوانستند بر همچون یک چالش جدی راه حل بنیادی پیدا بکنند. بله دوستان عزیزی، هم میریم سراغ البته خبر بعدی از آریانا نیوز. همونطور که عرض کردیم اظهارات و تاسیسات در سرحدات تاجیکستان و چین که البته سرحد مشترک در بخش واخان با افغانستان دارن، از حراس ای که داعش باز رخنه نکنه در چین و نمیدانم در تاجیکستان احضارات داره و یک عسکره که بیچاره در خونوکا استاد بود و یک عقب از وام یک 50 نفر از امی اردوی افغانستان، اونا گفتن والا او طرف که میبینیم والا شر قوی هستن، ما چطور خواد کردیم، مگر ما غیور هستیم و صاحب قهرمان هستیم، اردوی قهرمان اتو میکنه و اتو میکنه. نمیدانم قهرمان خوی انگیزی دلار است، با دلار یک نفر قهرمان نمیشه، با عقیده، با ایمان، با وطن دوستی. مگر دلار دوستی که مشک قروت دوست داره و در تلکابن میمانه و خوصه باز نه قهرمانیست و نه وطن دوستیست. برحال این حرفای کلیشهی عروض کمره‌ها و افراد و اشخاص سپیشلی مخصوصا نظامی افغانستان هم میشنویم خسته کن شده. دروغای شاخدار نظامیان افغانستان چی محب الله عبدالله است که عبدالله محب و دیگرها رو میشنویم بسیار دلخراش است. میریم سراغ جلسات قطر و در او رابطه البته یک راپور یا گزارش از آریانا نیوز بود توجب دارین. البته با هم اخبار دیده است، یک مرور از اخبار میدارم و همچنان خبر بعدی از او 11,000 طفل در هرات در معرض خطر مرگ و گدایی هست و بی خانمان هستن، یعنی در بازار میرن این طرف طرف زیر دوکان این و آن یا در عقب یک دیوار میخوابن، نان و غذا و مسکن و اینا ندارن، به مصیبت گرفتار هستند. و هم یک راپوری بسیار دلخراش از ولایت هرات بود و اطفال هرات، خبر برطرفی عبدالهادی ارغندیوال و شکوی پارلمان که ما خوی رأی اعتماد دادیم، وزیر صحت عمر کلیش زیر بالش کرد. البته در ماه اول بعضی ها میگن که مخراس که به جای آزان میته و میکوشن که ناس است، یا ناس بودن البته. به هر حال او خبر بود، مجموعه خبرهای دیروز همی بود. توجه دارین به اخبار قطر. رئیس جمهور غنی میگوید که برایند گفتگوهای صلح باید منتج به رفاه، بقا و وحدت ملی میان اقوام افغانستان شود، اما شماری از سیاسیون نسبت به تلاش های حکومت برای صلح به دید شک می نگرد و میگند که حکومت افغانستان خطوط اساسی هیئت خود را ترسیم نکرده است. اکبر لودین گزارش می دهد. همزمان با کندی روند گفتگوهای صلح در قطر، حکومت افغانستان میگوید که هرگز تن به تسلیمی نداده و خواهان صلح است که منتج به بقا، رفاه و وحدت ملی شود. رئیس جمهور غنی در دیدار با اعضای شورای علمای اهل تشیع در ار گفته است که حفظ اقتدار ملی، مردم سالاری و استقلالیت از خطوط اساسی گفتگوهای صلح است. مانع صلح طالب است، دیگه هیچ کس مانع صلح نیست، چون تیم مذاکره ششته همراهشان مذاکره میکنه. قربانی را اون دولت جمهوری اسلامی افغانستان داد، تمام امادگی را داریم. در بیش از 2 هفته هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه تنها 2 نشست برگزار کردند و هنوز هم برای ترتیب آجندای گفتگوهای صلح به نتیجه نرسیدند. باورها بر این است که حکومت افغانستان خطوط اساسی را برای هیئت خود ترسیم نکرده است. طرف حکومت افغانستان معتقد و باورمند بر اعاده صلح نیست. صلح را تفسیری بر معنای زوال قدرت کنونی میپندارد.
شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که گفتگوهای صلح به زمان بیشتر نیاز دارد و ممکن دور دوم این گفتگوها به دراز کشیده شود. پروسه مذاکرات از همو ابتدا کند بود و دیدگاه‌های مختلف در موردشان البته شکل منفی بودند و امور رقم هم شد. پیشتر اداره جو بایدن گفته است که توافقنامه صلح آمریکا با طالبان را بازنگری می‌کند و نیز گزارش شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را در سمتش باقی خواهد ماند. دوستان عزیز، میریم سراغ اخبار امروز تازه که البته با آمدن جو بایدن رئیس جمهور تازه ایالات متحده آمریکا باز خون در جان حکومتداران یا دولتداران افغانستان دمیده که انشاءالله بادار جدید اینا را ترک نخواهد گفت و بازنگری خواهد کرد بالای قرارداد یا پیمانی که با طالب بسته حکومت افغانستان. اینا باقی خواهد ماندن و حیاتی از اینا دوامدار خواهد بود با موجودیت جو بایدن. و سوی جو بایدن خلیلزاد که البته مسائل با پیش برده در طول چند سال در حکومت دونالد ترامپ و اونا بودن، گفته بعضی ها که در میشن یا ماموریت خود ناکام بوده، خلیلزاد پارچه کامیابی ناورده و بعضی ها عقیده بیایی بوده که حداقل با طالب نشست و قرارداد امضا کرده و که افغانستان شاید استقلال خود اعاده بداره، یک موفقیت است برای از اونا. بنان باز هم امو قبضی روند مسائل یا تعطی نظر با طالبان با خلیلزاد واگذار گردیده، شاید روند به مو شکلی که با دونالد ترامپ پیش میرفت، خلیلزاد چون در این رابطه تجارب دو دو نیم ساله با طالب داره، چندین بار با اونا نشستن در قطر البته و دیگه ممالک سفر نمودن، یک شخص است که با تجارب دو نیم سال گذشته با مسائل دارن اونا. و سوی اعلان حکومت امریکا هم همی بوده که می خود پای خود جمع کنه از جنگ طولانی افغانستان، مگر ای که اینا خدا خدا دارن که اگر خدا مهربان شه و نظر خود تغییر بده. آقای اشرف غنی اونجا نشسته بودن، اونا گفتن که البته بهبودی روابط کابل با امریکا با موجودیت شریک نویشان، اینا شریک میگن، نمیدانم چی شراکت داره با اینا، افغانستان خود در بدر ساختن با این شراکت تروری که امریکا و ائتلاف در افغانستان در 20 سال برای انداخت توسط امی چند تا رزیلای سیاست از احمد کرزی و گروهی از اونا و اشرف غنی و گروه دوز و غارتگر و فاسد از اونا افغانستان ترور کردن. امی دو نفر در سه دو ادمنستریشن دو دو دور هر دوی از اونا و حکومت هم تقسیم شد. فاسدترین حکومت در عرصه جهانی معرفی بوده، دوزادوزی و غارت و بدبختی ها امی بوده. در یه آخر البته دیدم که مشاور امنیتی امریکا با مشاور امنیتی افغانستان محب جان صحبت میکرد تلفنی، برای از اینا یکان تنفس مصنوعی هم میته که نه شما رو نگاه میداریم رای نزنین و اوش کنین که میدان اعلاناتین، یکان در عقب از اینا یک تپ تپ میکنه صاحب. باز اینا خوشحالی میکنه که کاکای ما ما رو اعلان نمیته، جو بایدن و ترامپ بیشتر بد آدم بود و اینا، تو یک جگرخونی دارن دیگه. به اول حاض حکومت افغانستان خود دیگه یا محب و یا امی امرولای صالح و دیگه که ما میبینم عادت امو زنای بیوره دارن که در جای غیبت میکنن از طالب که ولا گبانه میشان و صاحب یا دست نشانده هستن و صاحب. در یک موقع محب شما شنیدیم که او آدم صدا زد که طالبا صلح نمیخواین، اونا برای ما در قطر گفتن برای حیات ما که ما اختیار نداریم، بادارای ما ما را نمیمانه، برای زی که اولادا و فامیلی از اونا در پاکستان زیست دارن و زیر گروگانی از اونا هستن، دیگه بنان اونا اختیار ندارن. من تعجب میکنم به این دماغ و به این استعداد و به این حرفایی که آدم میزنه.
او یک وجیبه دینی که جهاد سور عمل میکنه و وظیفه مزدوری و رزالت زیر سلطه دگاه وطن فروشی میکنه و خیانت ملی را مرتکب میشه. باز طالب در قطر می نشینه و بیان میگه که بلی از خدا وشتانه بگیریم، کسی نگوین ما اختیار نداریم و صاحب اینا نداریم. باز یادم به تنتراق در اینجا فریاد میزنه. به هر حال توجب دارین به خبر بهبودی روابط امریکا است. همه طور است فرزاد جان، مصطفی جان، بهبودی روابط امریکا با آقای حکومت دست نشانده آقای غنی و خوشحالی و خرسندی چند نفر که البته جو بایدن اینا را رها نخواهد کرد توجب دارد. جمهور غنی میگوید که فصل تازه در رابطه کابل با واشنگتن باز شده است و آمریکا و افغانستان را همچون شریک بنیادیش میداند. به گفته آقای غنی، واشنگتن پس از بررسی توافقنامه آمریکا با طالبان برای دستیابی به یک نقشه راه مشترک رایزنی خواهند کرد. با این حال عدم پیشرفت در روند گفتگوهای صلح میان افغانها در دوحه بی باوری ها در مورد آینده این روند را افزایش داده است. گزارش از حمید صدیقی. رئیس جمهور غنی در نشست کابینت تاکید میکند که تماس مشاور امنیت ملی آمریکا با مشاور امنیت ملی کشور نمایانگر این است که آمریکا دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را شریک اساسی خود میداند. رئیس جمهور میافزاید که بررسی قرارداد طالبان با آمریکا از سوی اداره بایدن روی دست گرفته میشود و پس از آن آمریکا در این مورد با حکومت افغانستان مشوره خواهد کرد. یک بررسی سری قرارداد طالبان با آمریکا از طرف شورای امنیت امریکا روی دست گرفته خود شد و بعد از او یک مشوره اساسی امرای ما به انجام خود گرفت تا به یک نقشه رای مشترک بر تامین منافع مشترک خود برسیم. با این حال در حالی که 20 روز از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان افغان ها گذشته است، اما هیچ پیشرفت و صحبت روی اجندای گفتگوهای صلح میان افغان ها نشده است. در این میان طالبان خشونت ها را بیشتر افزایش دادند و دولت نیز هشدارها و رزمایش های را به آدرس طالبان حواله می کند که اقدام نگران کننده محسوب می شود. با هم در قطر ششتن و باز هم از گپ از تشدد و جنگ می زنن. باید یکمی به گریبان خود ببینن و به وجدان خود مراجعه کنن و از افغان کشی دست بکشن. اجماع منطقوی را که بسیار به مشکل به دست آمده بود از بین می برد و من فکر می کنم که امریکا بزودی شاید که یک اشاره بده که دوباره باید از که حرفا روی صلح باشد به حکومت و به طالبان. اما منابع نزدیک به طالبان میگن که آمریکا در این مورد تصمیم خواهد گرفت که روند چگونه پیش برود. میگن که آمریکا په افغانستان کې جنگ نه غوښتي او د افغانستان سیخه و تل غوښتله بیا به جنگ نه وي او بیا به صلح حتمن راځي، ځکه چې بنجان تاسو ولیدل چې حکومت پدې بنجانو باندې ټینګ وو، امریکایانو چې وویل چې بنجان خلاص شي بنجان خلاص. رئیس جمهور در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی از افزایش خشونت ها نگرانی کرده و بر تامیناتش بس تاکید کردند و همچنان رئیس هیئت گفتگو کننده دولت در دوحه در دیدار با رئیس سازمان علمای محمدی اندونزیا تاکید کرده است که تامین آتش بس و مذاکرات مؤثر اولویت آنان است. بله دوستان عزیز، خبر بعدی از قاچاق پول است از افغانستان. همینطور است مصطفی جان. گاه بین‌المللی حامد کرزی، پول و نقد و اشیای قیمتی قاچاق می شود. سیگار در این گزارش نوشته است که بیشتر از این مسیر مقام های سیاسی، اعضای پارلمان و مقام های بلند رتبی دولتی رفت آمد می کند. اما رئیس میدان هوایی کابل این گزارش را رد می کند. روحید اندیشمن گزارش می دهد. بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه اش از قاچاق پول نقد و اشیای قیمتی از مسیر خاص فرودگاهی بین المللی حامد کرزی خبر می دهد. سیگر در این گزارش نوشته است مسیری که مسافران معمولی رفت آمد می کنند از تمامی ماشین های بازرسی استفاده می شود، اما از مسیر خاص که بیشتر مقام های بلند رتبه سیاسی رفت آمد دارند از هیچ ماشین برای بازرسی استفاده صورت نمی گیرد. اما مسئولان فرودگاه در این مورد دیدگاه متفاوتی دارند. ما میتونیم اسناد داریم که اگر کدام کسی از اوجه سپاری شده عبور کرده باشه و بدون تلاشی ما جوابگوی هستیم در برابرش.
سیگر در این گزارش نوشته است برای مسافرانی که از مسیر معمولی رفت آمد می کنند 5 ایستگاه بازرسی وجود دارد که توسط شرکت های امنیتی خصوصی و دولتی بازرسی می شود، در حالی که در مسیر VIP یا مسیر خاص هیچ بازرسی صورت نمی گیرد. 65% از پولی که به خارج از کشور منتقل میشه از جمله جریانات مالی غیر مشروع است که از طریق سرحدات رسمی و غیر رسمی افغانستان در اثر فساد و ارتباطات سیاسی صورت میگیره. گزارش قابل نگرانی هست برای مردم ما، دولت باید کنترل داشته باشه. در گزارش سیگر آمده است که حتی چند تن از اعضای پارلمان در ماه‌های گذشته در تلاش انتقال بیش از 200 هزار یورو از مسیر خاص فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی بودند. تیاره های بینام و نشان در کابل نشست و پرواز دارند. پول و طلا را به گونه غیر قانونی انتقال می دهند. حکومت مکلف است توضیحات لازم تحقیقی را به مردم افغانستان ارائه کنه. در غیر از او معابروی کم و بیشی را که حکومت داره کاملا از بین می روه. سیگر همچنان گفته است که این گزارش را با دولت افغانستان نیز شریک ساخته است اما پاسخ دریافت نکرده است. دوستان عزیز، خبر بعدی بسیار جالب است. والی کندوز خود از نال خود والی ها گپ میزنه. در هلمند هم والی هلمند باز بعدن بعد از اظهاراتی که داشت به مطبوعات او را برطرف کردن، اونا هم در هلمند یا در قندهار بود ببخشین، گفتن که 70% پلیس قندهار ترک وظیفه کردن و فرار کردن و 30% قوای امنیتی ما کار میکنه و وضعیت قندهار بسیار بد است که همونطور هم بود و بالاخره او را از کار برطرف ساختن. والی کندوز هم بیان داشت، واقعیت ها را گفتن همین اولا و آدم گفت که واقعیت برتان بگویم که مردم با ما نیستن، اونا با طالبا بیشتر گرایش دارن و چهار طرف ولایت کندوز در یک محاصره قرار داره، در یک حالت بدی. و باز بعضی یک پولیس اسکرک میگه به چیم بگو پیش همی کمره که نه وزی ما بشار خوب است و اردوی قهرمانی تو کد و فلانی کد، برای روحی اردوی ما بشار خوب است همی رگه بگوی، باز او استاد میشه. خب اخبار افغانستان معمولا سانسور است و زیر یک سانسور مطلق یقینا قرار داره. شما میدانین بعد از اینکه آقای فیاض با آقای حسن شرق مصاحبه داشتن و آقای شرق بعضی مقایساتی داشتن میان حکومت دکتر نجیب و البته حالت جاریه در افغانستان، وقتا بیان شد. بالاخره آقای فیاض خانه نشین ساختن و او را هم حق کار از او گرفتن و گفتن دیگه این نمیتونه در مطبوعات دیگه مشغله داشته باشه. و آقای فیاض ما باید دارم تقریبا 10 سال بیشتر از او مصاحبات بیشتر داغ و تشین داشت، آدم بیشتر واقعا موفق است در کار خود. او را در مو وقت هم تهدید کردن و سب توسط تفنگ سالارا و نمیدانم همی قوماش حکومت وقت افغانستان در وقت حامد کرزی برای چند ماه از کار اونا خانه نشین شد و حتی نظربند بود و آدم نمیدانست که آقای فیاض کجاست. و بالاخره توسط بعض دوستای از واز نیویورک سیلاینه ما را رخ ساخت با آقای فیاض، گفتن اگر آقای فیاض از افغانستان فرار کنه و زمینی آمده اونا را به امریکا اگر میسر بسازیم. باز ما گفتم ولی ما حاضر هستم، ما چیزی که از توان ما پوره است میشه برای آقای فیاض کمک کرد، چون یک شخص واقعا بگویم پرشتارت و همو کار خود با وجه احسن انجام میده. باز دیدم دوباره پس را آوردن در تلویزیون آقای بیات، این بار دوم است که آدم از کار دستش از کار میگیرن و خانه نشین ساختن، شاید نظربند باشن. به هر حال در افغانستان سانسور موجود است. به هر حال توجه دارین دوستان عزیز، خبر جالب است. خود والی کندوز بیان می‌داره حقایق افغانستان، توجه دارین. کندوز در گفتگو با آریانا نیوز مردم این ولایت را طرفدار طالبان می‌خواند. عبدالستار میرزکوال می‌پذیرد که مردم
به حکومت اعتمادشان را از دست دادند و به جای حمایت از دولت به طالبان نان، سرباز و پناهگاه فراهم می سازد. والی کندوز همچنان ناتوانیش را در تامین امنیت این ولایت می پذیرد. شافور فرهمند در سفر به کندوز از قول شهروندان می گوید که شهر کندوز از چهار طرف در محاصره طالبان است. حاشیه های نبرد کندوز داغ‌تر از میدان نبرد است. در سفرم به ولایت در حال جنگ کندوز درباره اوضاع امنیتی این ولایت از والی پرسیدم. والی مردم را طرفدار طالبان می‌خواند. مردم با ما نیست. این واضح والا نمیگیم که به خاطر اینکه مردم در چرایی قرار گرفتند. چرایی که بالای اداره خود اعتماد خود از دست داده. اداره نتانستند خدمات را عرضه بکنه که مردم از خود بسازه. این مقام محلی میپذیرد که در تامین امنیت کندوز ناتوان بودند. متاسفانه مردم ما به طالب هم نان میتا، هم به طالب سرباز میتا، هم به طالب پناه میتا. این چیزی است که ما را در طول سه چهار ماه که هستیم ما را دلگیر کرده. یک سلسله مشکلات ها در طول مدت ها بودند که یک سلسله نابسامانی و بی‌عدالتی. در حالی که اعضای شورای ولایتی کندوز این شهر را در محاصره طالبان می‌دانند، اما والی این ولایت می‌گوید برای برقراری آتش بس با طالبان وارد مذاکره شده است. این فرمانده ارتش در کندوز هم از تحرکات بلند طالبان سخن می‌زند. موضوعی که محاصره باشه یا کدام گپ دیگه باشه، الحمدلله نیروهای امنیتی ما قهرمانانه در هر جایی که هستن علیه دشمن هر جای سر بلند می‌کنه سرکوبش می‌کنه. سری به شهر زدم و از مردم درباره سخنان والی و محاصره بودن این شهر پرسیدم. در کندوز ما شما دو حکومت هستم یاله. چهار دروازه کندوز هم یاله در محاصره دشمن است. به تازگی سخنان جنجال برانگیز والی کندوز درباره نیروهای امنیتی و فساد در معارف نیز بر رسانه ها درس کرده است و واکنش های زیادی را برانگیخته است. در حال حاضر چهار دروازه کندوز زیر تهدید طالبان است و این چهار دروازه طالبان کمربندهای امنیتی ایجاد کردند. مردم میخواهند تا بار دیگر کندوز با خطر تهدید سقوط روبرو نشود. شاپور فرهمند، آریانا نیوز، کندوز. بله، آفرین والید کندوز. داسی و نر سرایو دای سترگی دیجار دار اکتیار اکتیار اویلی نکیدی اویستی گردن خدا خلاص کرده میاله. یعنی آدم اگه ترور شد و بیمیره نزد خداوند گردن خدا خلاص کرد. درست است که البته ولایت پذیرفته در یک اشغال دیگه مگر دم درون امنا هم بعضی ها بسیار با جرات مردم هستن. واقعیت ها را بیان میداره. اصل واقعیت همی هست. چی حیات الله حیات در قندار و چی آلهی چی میگم و اشرف غنی بالای پای خود شاخک مانده که خود والی باید بیان بداره. از والی دیگه منبع بهتر نمیتونه باشه. ای خرد ریزی که در شهری طرف میره اونا والی امو پادشاه امو ولایت والی امو ولایت است دیگه. بنان او را واقعیت ها را بیان داشت. چی حیات الله حیات که 70% پلیس ولایت قندار فرار کردن و ترک وظیفه داشتن چی و حال یا آقا دیگه فکر میکنم شاید سرنوشت از هم آقا را تعیین بداره و برطرف شده و دیگه. مگر برش افتخار است که خانه نشین باشه و همین ماموریت نپذیرم و واقعیت ها را بیان داشت. آفرین والا. خبر بعدی از عبدالهادی ارغندیوال در اینجا گنجانیده شده در چند روز که چرا او را برطرف کردن و صاحب او خواهد شورا رای اعتماد برد و بالاخره او شخص نیک بود و نمیگذاشت که کسانی که دوز و دغل در ارگ موجود است و صاحب رازنی میکرد و اشرف غنی چطور. مگر این چیزا بهانه های بیش نیست. من عرض کردم در همی گمرکات خصوصا وزارت مالیه از قیومی گرفته تا اکلیل حکیمی و دیگه دیگه همه دامن خداوار میکرد برای خود دوزی میکردن. چطور میشه که در یک دستگاه فاسد مقرری آقای ارغندیوال فرشتای آسمان باشه و با خدا ورده باشن در حالی که خود از این فرشته آسمان نیست. در جنگای داخلی و کشتار مردم افغانستان در کابل در امی راکت پرانی امی آدم دست داشت به آقای گلبدین. اگر او مقصر است خب امی افراد و اشخاص کابل را ویران کرد.
و اگر در وطن فروشی از چند دور در دوران حامد کرزای هم وزیر اقتصاد بود گماشته شدن پذیرفت و اینجا شعار میداد ضد غرب و ضد اشغال و دیگه و دیگه خداوند که یک انسان بدبخت میسازه و زیر لعنت خود قرار میتایمی هست و یک پرچمی میگه خب من او دفعه وطن فروخته مالی هم میفروشم برای من بیتفاوت است نه با خدای شما عقیده دارم و نه با پیغمبرتان و نه با قرآنتان ما همی تو خدا مرا ساخته اقوا کردم یک کسی که داد از فریاد از قرآن موسه چون سیاف و همی ارغندی وال و دیگه و دیگه و همی شورای علما و گیشوالاهایی را که میبینین و برای وطن فروشی کمر بستن و برای دلار سجده کردن همینا هستن گماشتن یا تقرر افراد و اشخاص وزارت مالیه توسط دیگرها فاسد هستن و توسط ارغندی وال باز اونا بسیار صادق میشن همیشان سر دمو یک کاسه جوش خوردن دمی اشغال هر یکی را که بگمارین دوز و غارتگر است و خدا دانم در غندیوال سب خدا کنی برادرها و دیگه دیگهش باز جگرخون نشوند که برادر ما چرا میگی که می دوزده و می چاقه ما خود فرشتی آسمان وقتی یک نفر وطن خدا بفروشه با قرآن پا بگذاره و صاحب زده اما چی میگه سلطه یهود و نصارا را بپذیره آیات قرآن را اغماز کنند دیگه باز برای از او که یک چهار دلار ای دزدید یا او بدزده به تفاوت است برای ما یک عکس از ارغندیوال برای ما فرستاده و بسیار جالب تمثیل کرده او را توجه بداری پخرس پریدل یو شهرم او را نکتکیدل بل شهرم او ارغندیوال بیچاره را سر خر سوار کرده و باز و آدم خنده گرفته و اشرف غنی هم میگه که زخر پوانه جگومه ورور زخر پوانه جگومه ما ته په کومه سترګه مه ګورو زه داسې سړی یم چې امریکا دای لکه خر غوندې په ونو جګ کړی ده شاید راکته یې کړي او دای ځي دا نور راپیدا کوي په ونو جګوي بیا دغسې یو مسقره هم ترې جوړوي دا خو هغه د خدای وهل دي که نه چې یو سړی ځي وزارت قبلوي هم دام ګوري او دانه ګوري او دام نه ګوري بیا په تله کې هم بندېږي که نه که هیچ نهی وای به اثر بیکفایتی که آدم هیچ به امور رسیدگی کده نمیتانست و آدم بسیار بیکفایت بود از کار برطرف برو پس کار بله سلام علیکم سلام بله جناب محترم خطاب شده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام چیر تای صاحب به درک دینستم بله خطاب شده بلای شده سنجوری زدقه برنامه و ورس پس هر ورس به یوتیوب که بینم ما تا دقه تخنیکی نقص در این نوی فرکانس پیدا شوید در تا دکانون هم تلیلی پر صورت سیستم دی تلیفون دی ناری نا داخلی هم تو دقه دی ما سیستم دی ستلیت جوریگی انشالله برنامه دی تلیفون دی ناری نا تحقیبه هم گرد چه ما تا مشکل ده چه دی تا ساعت سو تلویزیون نبینم ولی کاره نشده خواه زنم خیر میربانی که خصیب خطاب خیلی محترم دوستای محترم افغانای عزیز هجوم روسا به افغانستان یعنی اشغال روسا توسط افغانستان اگر افغانستان اشغال شد اگر پاکستان و ایران نمی بود امروز نه جهاد وجود داشت نه به جاهید وجود داشت خودیم شاید کمک ایران و پاکستان هستم که ایرانی ها و پاکستانی ها به ما کمک هست که از طرف این دو مملکت جهان به مجاهدین کمک کرد بالاخره روس مزمحل شد تجزیه شد و زوال شد افسوس که امریکای جنایتکار از روسا درس عبرت نگرفتن و دولت اسلامی هم نکدن دولت مشروع و اسلامی افغانستان خراب ساخت و سهوی که امریکا کرد کفرکشایی که از ربانی و مسعود بتر بود مثل کرزی، غنی و عبدالله یارم رای خدا بود که این مردم تا به امروزه نه به افغانستان پول ماند نه کمکای جهانی 150 میلیارد دلار یا دوزی کردن پول کرونا را دوزی کردن ماشینای کرونا را بدبختا فروختن و غنی در نابلای سخنای خود در پکتیا دروغ گفت که من زیادتر این مسائل را یک اشاره می کنم شما می دانیم که در پاکستان بود در پکتیا بود ما افغانستان جور که می جور نکنه نستی خدا دستنیم
مردم نداره دیگه هر چیز میگه. مردم ما چو شد امروز میفهمد که جو بایدن دویکار شد اید امریکا سیستم هست. اینجا غنی نیست که سر به خود میتره یک دیکتاتور واره یک وزیر مقرر کن یک وزیر برطرف کن که سیستم هست. وزیر دفاع، وزیر خارجه، رئیس شورای امنیت ملی امریکا به یک صدا صدا کردن که ما تفاهم نامه دوحه حمایت میکنیم و باید حمایت کنه. و شورای امنیتی شده این دفعه را کلی هم قوت نامه دانه. گپی مهمه که غنی فامید امروز به بسا نمیشه رئیس جی پی ایس ها. یعنی در میدان هوایی کابل تعینات نو شد، رئیس جی پی ایس ها نو مقرر کرد که برای گریز خودش و چوری چپاول انوار زمینه مساید شوه. امید که تیارای مشکوک و بلوگو لای مال و داروی افغانستان چور میکنه. این مسئله را انجینر حکمتیار رئیس دیپلومی در خطبه نماز جمعه افشا کرد، به تعقیب پارلمان صدا کرد. مردم دلسوز با همت و با غیرت افغانستان که عاجز به تفصیل نامایش نیست و کم است صدا کردن که دزدا پول میبره، دانه های قیمتی را میبره، سنگ های قیمتی را میبره. بالاخره جو بایدن خلیلزاد تمدید کرد، یعنی به خلیلزاد گفت که وظایف تا پیش ببر. این یک سیستم است، کار یک نفر نیست. به مقرری خلیلزاد آتش در جان محب و عبدالله در آمد. ولایت به ولایت یا کلوردو به کلوردو یا میگرده که کسی بدان شاب نمی کنه. طالبا را دو پاسپورت نمیده. او مردم غنی بدبخت پاسپورت افغانی لبنانی امریکایی نداره. طالبا خود زنهای شبغانی، زنهای زن از ایخو لبنانی یهودی، از منیب زنش انگلیسی، و از کرای بدبخت و از کرای عجیب و از کرای مرتد شما به خاطر زن انگلیسی و لبنانی جان میکنید. لطفا این سگار از افغانستان بکشین و تسلیم طالبا شوید. السلام علیکم. آفرین ملکی، پخی خبری دیو کرید. گل گل رازی که خبری که رکتی وای وچی وچی نخی ولی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم خطاب. پاچا سب سلام سترای مسی سب خیه انشالله. جوانده و سی سب شکر الحمدلله تاس خواسته شکر کنید دول خرید. الحمدلله میره بانی کیس. خطاب سب تاس و دو پیام افغان طول همکاران و طول درانو و خاغل و لیدون که و ریدون کتا د محبت نه ډک سلامونه تقدیم او مو غواړم په نیوی اډمنستریشن یو بحث وکم د افغانستان د سیاست په ارتباط. مهرباني وکئ جناب خطاب صاحب، تر کوم ځایه پورې چې زه د ښاغلي جو بایدن د سوانو سره بلد یم او 30 کاله مې دلته ژوند کړی او په سی سپین کې مې د مصاحبې انټرویوګانې او هیرنګونه د نورو خلکو سره اورېدلي دي. داسې راته معلومه شوې ده چې ښاغلې جو بایدن یو ډیر پاک نفسه، سټریټ، جدي او د امریکا د دولت پخوانی با اعتباره مامور دی او د افغانستان په جګړه کې ټول عمر دخیلو او 8 کاله د امریکا د جمهوري ریاست معاون پاتې شوی دی. زه فکر نه کوم د ښاغلې جو بایدن دپاره د دې د توسیې ضرورت وي چه سره او که چه دیده در افغانستان نوزی. پا خپل خاغل جو بایدن خط تجربه دیده لری چه پا امریکا که دو دوی نظامی حضور ناکام ده. غوارم پا دی بابویم چه در خاغل داکتر اشنفغانی پیشنیاد چه دیده کرده ده چه ریویو که در مسائلو دا خط پیشنیاد ده. خوزمون پا مشرقی که یو استلاح ده وی گوڑا گوڑا کوا چه خلاه دی خواگه شی. زه فکر کوم جو بایدن نور دی نتیجه تا دا امریکا ادمنستریشن رسیدلی دی چه افغانستان که دا دی جگره ناکامه دا دی دی پوره تجربه لری او زه فکر کوم چه خلیزات هم شاید دی ماموریت تا وطا کی زکا ما پا یه ویرین که پا شروع کی چه امریکان افغانستان تکلیو او خاغل جو بایدن پا کانگریس کیو یو ویرین گی دا خاغل خلیزات سالارا لره او پاری کیو ویلی چه We are lucky to have you Mr. خلیزات.
د دې معنی دا ده چې دوی په عمومي پالیسي کې تاسو ته معلومه ده د امریکا د منافعو نه نه تیریږي او په هغې کې متحد خلک دي او دوی په دې پوهیږي چې دا جګړه نوره بې ځایه بې وخته او بې مصرفه جګړه ده او باید په افغانستان کې جګړې ته ختمه کړي. په دې کې شک نشته چې د اشرف غنی دا خبره ځکه هغه په دې پوهیږي چې دوی د مسایلو ریوی کوي. دا یو نوی اډمنسټریشن دی او نوی اډمنسټریشن باید د هغو مسایلو چې هغه ډېر ارزښت ولري یو حداقل یوه ریوی وکړي او کوي. مګر زه شخصا په دې باور شوم چې نور امریکایانو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو ځای نشته دی او امریکایان که سمارټي باید د افغانستان نه نور وشي چې دي. او یو بل شی چې زه یې تجربه لرم هغه دا ده چې امریکایان هر څو ولی خو ځان نه ولی. نورم په خدای سپارم وخت منیسم خوره زه ته غواړم او ډیره مننه چې په خپلو پروګرامونو کې د افغانستان غم خورئ. آفرین، ډیره مننه. نور غلی ځان نه غلی رښتیا دي ویلې. دلته ډیر ماهره خلک دي، با تدبیره خلک دي، خپلې ګټې سنجوي. چټي یو لوی سورای افغانستان ته جوړ شوی د امریکا د پیسو. یکی گفته بود که امو لایف اکسپیکتنسی میگه به انگلیسی بوده، امو حیات یک دلاری که از بیرون به افغانستان میره میگه یک روز دو روز بیش نیست. گفتیم او چی معنا را میته؟ گفتی به این معناست که هر دلاری که فرزن این پروژه‌ای که قرارداد میشه در افغانستان، میگه اول خب داخل افغانستان نمیشه، بسیاری پولهایی که میره در دبی سه بیادم امریکایی گفته بعضی از توپا میور داره و صاحب میبره بمرای خود به دبی. باز اونجا میگه قرار داده افغان هم میتم و پروژه را اگر 10 میلیون از یک پنجش پس در جیب خود مندازه و پنجش اونا را میته که ایره ببرین امو پروژه که ما قرار داد کدیم او را سب کانترکت میکنه برین او را آباد کنیم. بازو پولا را میوردارن میبرن افغانستان، باز در افغانستان بازو آدم ها دیگه آدم ها دارن که وزن از 5 میلیون 2 میلیون از رو و در جیب خود میزنه و باز 3 میلیون او را میت. ای تا که اون پروژه امار میشه چند دست میشه، ام باز امو آدمی که 2 میلیون او داشته و خود افغانستان نه سیستم اعتباری بانکی هست، یک دفعه گدودی نشه ای پیسه یا میره اگیسی از او را میرفت یک تعمیر میخره به جای یک بدون اجازه شاروالی یک جای آباد میکنه، یک شهرک دیگه و دیگه. مگر چون پول قدر فراوان و زیاد هست که با هر تعمیر مگه آباد کردن باز هم اضافه میمانه، این پول چی کنن؟ طوری که امروز سیگار گفت و شما شنیدین که 6 بیلیون دلار سالانه از افغانستان پس بیرون میشه. دیگه بنان خود اینا نمیخواین دیگه بازی بتن که پولی که به افغانستان داده میشه نه امار میشه نه امریکا را اینا موفق ساخته میتانه، هم بور و هم بدنام و همچنان تغییراتی که در داخل امریکا آمده به لسر امید مسئله کرونا سخت امریکا را افگار کرده روحن و اقتصادن گفته بازی ها. دیگه بنان جو بایدن یا هر کسی که باشه خو یک عقل خود دارن، ضرور نیست که ترامپ چی کرد و بایدن شاید بیشتر با تدبیرتر است و زودتر چی کنه. برای اینکه او ترامپ چند سال تا او پیچ داد و که ولی اگه بانو مصاحب تیارای خود فرستاد و مادر بم انداخت و دیگه کرد، او خوی اگه آدم همه تو احساساتی و بدکار و با صوبش یک چیز دیگه میگفت، یا با تدبیر با حساب صاحب سیستماتیک شاید افغانستان الابطه به طالب به نتیجه بسیار خوب برسن. ما فکر میکنم اما تو که پاچا صاحب گفت که دگار بازی میتن مگر خدا خوب بازی نمیتن. بله سلام علیکم. سلام علیکم سنگه صاحب قدی صاحب جوری بخیر. دیگه همه ولکی بیتا شلکی نه همه تو هری شد تو همه حسام سر وقتی دکه پیر نه دکه خد خلیم نه تا جا اخ نفر شستا سر دکه بدونی بیابسو اینه وی چه در مخی ساس سلا کرو وی شده نوکری ما ترقی دکه رندیوال اپرونو کوری ودان و ما تو وسط و مانا پیام افغان دی دستی زوی زنی جو که بیابسو ما پا زین که اوری ملایا تکه شما تو در خطاب سب نوبت لولال دی تا در مخری پر وقت باندی هم در تلار ورشو و لیکن دی احمقان دی بیا وای ما شکم سلام شواره دی ساسه کهی سام سوره دیر مصفا دی مخلصانه دی دی مقصد دی انو دی دون نخواره دی دون نبدبخت دی برخطاب سب در مسلم دا
کول شو دا وخت مزه کوه دا دغه اول ته شروعات دا خبري د نتیجې ته ورسېد د جمهور برسو بل برنامه کې خال مغال ژغونه پورسوله د نتیجې ته ورسېد چې ګانه برنامه چې د ګر جان او ډیر خلک شي او ګروپ کو په کورو کې ناشې د غصاب نام اوري نور برنامه په کیسه کې نه دي نو ګربه اوس په برنامه کې انجینر عبدالرحمن واخصې به بل څه ژغ وکي ول دا انجینر د دې کې بخار دي کلا خلک صاحب خلک نه کوي صاحب مرام نه دي هغه به تاسو رسو بیا بکیږي بل نو برا ګری به جو ناسوم څه کور ودان در خورم نو نه پند هر ورځ څل 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 څګي دا څل څل د کرزي حکومت کې دوه خړلې یابو په نو دې خبري اورید نو ته دام په ځا کې رپیا دې دې یو به خبره سم در پای و نکړل اوس ستې کې بې لیکلې دې به معنا پوښتنه کوي دا سوال بیا پورته شو تا لسواري خو د رهینې څخه د سپېڅلې جوړکي هغه یو میلیون ډالر خبره سوال پیدا شو د درپاوه نو ولې شاغ څه سوالې ولو په بانک ملي کې چې هم سوي دي دا نو څه سپېڅلې شاوه څه سوالې هغه سوال ولې کې دوم تاله پرته کې پر دا ګور خبره تاله تیر کړل دا ورو ته وایمو برادران که غواړي خپل خیرات ابرو عزت په پاک ساتي نو زموږ شاته ګوري چې په یم افغان را پسې دي پیام افغان را پسیده او غی که قاضی صاحب ناست ده پیام افغان را پسیده او پا غی که قاضی صاحب ناست ده ډیره مننه هغه یو وخت یې ما یادیږي دلته دا د جلالي صاحب د کورنۍ یو و چې علي احمد جلالي جنرال همدو صاحب چې استادم یم او چې ارکان حرب و چې بلو صاحب دغه د بې غیرتۍ نشانونه یې غونډ په ځانو په پښه و په مخ و په غونډو ځایو ځایو راچولي دي دا یې لاړو صاحب افغانستان ته د افغانستان کې د اشغال کې ځان ګټ کړو اته ریاست جمهوریت ځان کاندید کوي بیا تسې و تو صاحب خوشي بیا د کرزي وخت کې د هغه سو لکه چې وزیر د داخلي مقرر کړ عملته د تا خبره دومره جرأت نه درلود چې ووایي چې د قاچاقبر څوک ده چې دی میدان ورته خالي کوي او ډارېږي او چې ما زور نه پیرسېږي بیا هغه که میدان خوشی که صاحب ټس راووت صاحب د هغه قاضي صاحب خبره
همدا چورته لمیدان و تختید تر اوسه معلوم نه چې هغه سړی څوک چې دای تر تختیدلی و دوی ډیر به اغلی به شهامت هم دی غیرت تو داشن په دوی کې ډیر کم دی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. وعلیکم وعلیکم سلام. مهرباني وکړه زر صاحب ته وخت تیر کړم د معذرت غواړم. فقط کتاب صاحب غواړم چې ما ته لږ معلومات راکړي. یو معلومات مې پکار ده، تاسو بار بار راځئ که نه خدای دې وکړي چې وخت راکړئ راته خپل نظر ووایم. را باندې قطع نه کړئ، تېر ځل مو قطع کړم. نه نه قطع یوه نیمه دقه دوه دقیقې ډېر وخت ده، وغږېږه صاحب. زه سوال کوم، تاسو مشران یاست، تاسو پوهیږئ، ما ته جواب راکړئ. د یو ځوان په صفت زه مشکل لرم، او تاسو په قرآن عظیم شان باندې بهتره پوهیږئ، ځکه قرآن ترجمه مو کړې ده، ستا ویډیوګانې ما کتلی دي. که تاسو راته ووایئ چې دغه خوارج 15 علامې ما ته ووایاست، لیدونکي به هم پوه سي او زه به هم پوه سم. د خوارجو 15 علامې چې دا په طالبانو کې دي که حکومت کې؟ ټول دوستان به قضاوت کوي. ډېره مننه. ولا ورز معلومات په خوارجو پدې کې نه لرم، خو دغه اصلي معلومات دا لرم چې هغه څوک چې پتاس باندې ناحق ظلم وکي او راسي او کوره مو نیسي او غلا وکي او تعجیزم کی او بې عدالتي در باندې راولي، یو غیر اسلامي نظام در باندې حکم کیږي، تاسو مسؤلیت ده چې ضد یې ودرېږئ. دې باندې پوهېږم. او دا مطلق او د یهودو نصارا رسۍ په غاړه کې ماچوئ، کل الامر مه مقرروئ، ځان سره هغه کوئ مه چې تاسې اوامر ولري. دا واضح آیتونه دي. دا چې خوارج څوک دي په هغه میدان کې، هغه دا د کربلا په وخت کې د حضرت هغه په وخت کې حضرت امام حسین وخت کې و، یو ګرو چې هغوی خوارج و چې راووتلو بیا توطیه یې وکړه. هغه نور داستانونه دي. نن علنن که ځوانې په دغه د نرخ ډېر ورځې باندې غږېږي چې دا اسلام هم مه مطرح کوه، دا پایس دی. یو هغه سړي یو انسان چې همدا وسته په ناروی کې که چېرته د دنیا هغه هېوادونه ګوري، دغسې که په همدغه اوس په سرحداتو د افغانستان کې ورور تاجکستان و چین هغه ایښي دي صاحب، دا سنګرونه یې جوړ کړي دي چې ورې داعش له افغانستانه په موږ رانشي. مانا یې چی ده؟ مانا یې دا ده چې له خپله وطنه غواړي دفاع وکړي. او دا 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 شل کاله کېږي چې افغانستان د سلطې لاندې ده، او څوارلس کاله مخکې هم همداسې و، غونډ ملت جګ سو. هغه د قندوز والي څه وویلې دا دیوانه ورید. بله سلام علیکم. الو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خطاب سے محترم تا تا استاد لیف کتون کا اولیدون کو تا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله. نوم دیت سدا؟ نوم میں اب شیرزاد دے و دی حالن نا می تماس نیولے، دا دو رز می دیر کوشش کو، خو الحمدللہ چنن پا تماس کشم، نو کد خبرو اجازه را که محترمہ. میرے بانی ہو کسے؟ مننه خطاب صاحب محترمه، لکه ډیره ښه برنامه دي نیولې و الحمدلله. الله دې تا ته لوی عمر درکړي. ستا داسې یو برنامه ده چې الحمدلله که یو سړی خپل فامیل سره هم ناسي، خپل ناموس سره هم ناسي، خپل خویندو ورونو سره هم ناسي، نو ستا دغه برنامه کتلی شي. ستا عزت ته، ستا ابرو، ستا عزت ته، ستا شرافت ته دې زما سلامي. او الله پاک دې ستا دغه مبارزه او ستا علمیت کې نور هم زیاتوالی راولي، او الله پاک دې مونږ ته ستا د دې خبرو په عمل کولو توفیق راکړي. خطاب صاحب محترمه، راځم د موضوع په طرف. خطاب صاحب محترمه، دلته بعضې ټامیان، بعضې خیاطان، بعضې سیکولران، بعضې خیاطان راځي ډېر په بې شرمۍ سره، ډېر په دغه سره پوه شو کنه، د اشرف غنی نه دفاع کوي، د دغه غلام ادارې نه دفاع کوي، دغه قاتل ادارې نه دفاع کوي، ډېر په بې شرمانه سره. تاسو وګورئ د ده کوم یو کړنې تاسو ستایئ، کوم یو کړنې د قبول وړ دي. تاسو وګورئ د حکمتیار صاحب دغه خبرې، اولین کس حکمتیار دی چې حقیقت وایي، اولین کس حکمتیار صاحب دی. پوه شو کنه چې د ده دغه افشا کړل پرونه پورې هم دې خیاطانو پوه شو خیاطي کول او دغه یې کوو. پوه شو کنه د ده حتی وزیر
وزیران دغه کین اصل پرونه مطبوعاتی کانفرنس وک چیک متیار سه پوج کنه بیل دغه نورو بیل ثبوت او بیل دغه نورو غل دغه خبره کی نن دی ولی د پرون دایشت پوج کنه چې د سیګار دغه ورو غل دا تایید کړه پخپل دغه مالی وزیر ورو تایید کړه چې دلته ورو په ملیناو په لکا او ډالر وزي دغه کم دغه تاسو تایید وی خیاطانو تر کومه پورې به دا دی قاتل دی دی جابر ته تاسو ورو غل خیاطی کوي ان شاء الله دغه دولت دغه قصیب دولت دغه قصیب نظام اخیری سلګی دی خیاط صاحب محترمه پوشه خطاب صاحب محترمه دا به ان شاء الله پوشه ام دغه سي پدار زړی زړول کیږي لسنګ لکه څنګه چورو خبيس نجيب رو پدار وزړول شو دغه اخیری سلګی دی ان شاء الله دا ملت نور بیدار شوی دا ملت نور شوی دی زکات دا افغانستان دا 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 د مجاهد ملت افغانستان دی دا د غازی ملت افغانستان دی دلته به غازیان اوسيږي دلته به مجاهد اوسيږي دغه سي ټامیان سیکولران تعریف کو تمجید دیو کو لطف دیو کو تقدیر دی کہ شاید لی دل سکھو دے بیان کہ ڈیر من کو ملتان خدائے دے مکتا اجر را کی تا سرا سکھ سکھت یعنی په همدغه سنګر کې یو ځای له موږ سره جنګیږي چې جنګ خو په دې معنی نه چې موږ لاړ شو څوک خدانه مه کړه دروغ ورپسې وایو یا غیبت وکړو یا ټاپی پې ووایو یا یو مفید سړي ته بدې خبرې وکړو دغه بدوی ته بد ووایو خو ته ښه ووایو دغه خپله دین د اسلام امر بالمعروف و نهی علیه منکر ده چې منکراتونه سره ابا ورځي هغه کې یعنی کرکه وکړي او هغه ښه چلي په هغه باندې هغه وکړي عمل وکړي نو خدای دې د ښو عمل تا ته توفیق در نصیب کړي او ما ته بل ته د ښو انسانانو ته چې همدا اوس د افغانستان په غم او هغه کې غوسه کې دي. بله سلام علیکم، از افغانستان هستین شما؟ له افغانستان غږیږي؟ بله بله له افغانستان. بله سلام علیکم سه. السلام علیکم. و علیکم سلام، مهربانی وکړه چې قطع نه شي. زر زر مهربانی. مننه قدرمن خطاب سره مدارم یو ځل بیا فهیم نورانی نه بنا در سره په لیکه. او بو او ته بنا تاجر سم ما ته خو بنا مهربانی وکړه قربان سم لغمان غږی. ډیره مننه غږ کومه صحیح افغانستان حقائق وایو. خطاب محترم، په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی، یعنی هر ورځ خلک وژل کیږي، هر ورځ خلق پیونو باندې لڑی کی. خو بدبختانه باید وایو چې زمونږ دغه زمامداران قرار لګیو دي چې سره رقم اول سره رقم اتل سره رقم واخې ځان ته جوړ کی، سره رقم کو دې نو دې نه پیسې وباسي، سره رقم کو دې نو دې دونه پیسې وباسي. خطاب صاحب، دغه یو اشل کال دوی هر رقم ظلمونه په افغانانو باندې وکړه، د افغانانو وینې زوی ټولې وسکلې، د افغانانو غوښې وخوړلې، یوازې د افغانانو اړیکې پاتې. خطاب صاحب محترم، دغه افغانان چې په یوولس نیمې بجې دولس بجې د شپې کې جګېږي او یوازینی یو لاره لري چې هغه ستاسو له لارې حقایق ووایي، افغانان مجبوره دي. خطاب صاحب محترم، خطاب صاحب محترم، افغانستان ته لیوان راغلي. خطاب صاحب محترم، افغانستان ته زناور راغلی، افغانستان ته انسانان نه دی راغلی. خطاب صاحب، افغانستان کې انسانان حکومت نه کوي، افغانستان کې لیوان حکومت کوي. خدای پاک دې دغه لیوانو نه مونږ خلاص کړي. طالب نه 90% افغانان په څه خاطر ملاتړ کوي؟ خطاب صاحب، طالب نه 90% افغانان په دې خاطر ملاتړ کوي چې طالب په دغه لیوانو نه دغه خنزیرانو نه افغانستان خلاص شوی. طالب نامن په دې خاطر ملاتړ کو چې د سلويخ کاله چې افغانانو د یو اسلامي نظام
دیو اسلامی نظام لپاره قربانی ورکړه. طالب نه پدی خاطر مونږ ملاتړ کوو، طالب نه پدی خاطر مونږ ملاتړ کوو چې طالب به مونږ ته یو اسلامی نظام راولي. طالبانو تاسو ته یو پیغام لرم یو ځل بیا چې هیڅکله هم د اسلامي نظام نه ونه ګرځئ، ځکه چې دغه شل کاله تاسو افغانانو تاسو ته ځای ورکړه، افغانانو تاسو روډۍ ورکړه، همدغه افغانانو تاسو ته خپل بچي ورکړه، چې افغانانو خپل بچي په دې دین باندې او په دې ملک باندې ټوټې ټوټې کړ په باروتو باندې. افغانان تاسو نه یو شی غواړي چې هغه اسلامي نظام دی، افغانان تاسو نه یو شی غواړي چې هغه امنیت ده. افغانان نور اشرف غنی نه غواړي، اشرف غنی افغانان نور ډاکټر عبدالله نه غواړي، افغانان نور هغه خلک نه غواړي چې یوازې د ترکارۍ لپاره دوی دیش میلیونه ډالر د اداري امور لپاره یوازې د ترکارۍ خریداري کوي. بس ده، نور خطاب صاحب، نور افغانان ډېره مننه. او په دغه خلکو د زړه لعنت وي، لعنت دې په دغه خلکو وي. او ټولو خلکو نه زه غوښتنه کوم چې ستاسو له تلویزیون سره مرسته وکړي تر څو زمونږ دغه باور کوي چې دغه نابینایانو ته یو ښوونځی کې اوس درس کوم، یو درې څلور میاشتې کېږي چې ښوونکی شوم. دومره سم دی دولت نه تور چې غواړم دغه خپله دنده پرېږدم، دغه د ښوونکي دنده خو څه وکړم چې چاره نه هغه مه پرېږده، هغه ښه ده، هغه حکومت سره دنده نه هغه ښه کوي. خیر ده، خیر ده، زه په مخه دې کسب ډېره مننه له تانه قاضي صاحب ویلي همو نمبر چی رګه بگذارین، یعنی چه کار میای لطف کردن از سیمی ولی در اینجا $600 است درونی از دیگه این ولپایی که آمده در اینجا داریم. دیروز از استرالیا مرا اجازه دادن محترم زادران صاحب و خانم محترم ایشان دو عضویت پذیرفتن برای تلویزیون پیام افغان و همه تو دیروز از سان فرانسیسکو 4-5 عضویت، یک نفر پذیرفتن دکتر صاحب بودن از سان فرانسیسکو، یک همشیری ما یو خور و دیموگه اغی یو عضویت مانیل تکساس نه یو عضویت را اغی پرون فضل ده خدای ده که اغی و لطفوی که دوستانو دیموگه اغی هم دستی دیموگه دوستان پا کالورادو کیدی اغی انشالله قبلی منی زین دیموگه اغی دی مشران دی اغی نورو تا سفارش کهیسه راسی د عضویت اومنی د تلویزیون ونډه واخلي. دوستان عزیز، شما میتونین به شماره تلفون تلویزیون به 818-917-1588 تلفون کنین. ما میخوایم موری 200 پوره کنیم امسال از لحاظ عضویت برای تلویزیون و کمک. همه تو که قاری صاحب که قاری قرآن است از لغمان، عین از دو سر دنیا از ولایت لغمان برای افغان ها استغاثه کرد که به این تلویزیون کمک کنین و ما باید یک برادرتان اینجا امو وضع مادی خودم میدانم که مزیش نیست، امی سیگنال جدیدی که خانه به خانه در هم افغانستان پهن گردیده، در شرق میانه ایران دیگه ممالک بسیار به وجه درست دیده و شنیده میشه خانه به خانه، یعنی بینندای ما چندین برابر گردیده در امی ساحه پاکستان، افغانستان، هندوستان، شرق میانه، آسیای میانه، ترکیه دیگه دیگه، یعنی فوق العاده گردیده و احساسات بسیار گرم است و همون مردم است که دمون افکار همون مردم باید تاثیر گذار باشه. یک شبکه همین تلویزیون انشالله همون وجیبه خود ادا میداره و شما را میخواییم در این سنگر داغ رهایی افغانستان با ما یک جا باشین و انشالله خداوند شما را به برکت و به پاداش و مکافات نمیگذاره. گران دوستان و آقای نوری هفته آینده روز شنبه از نیویورک تشریف میارن برنامه دریچه سخن و انشالله اونا را خواد داشتیم. از دوستایی که از شرق میانه هم یعنی تلفون میزنن در واتساپ و دیگه، ولی اینا ما مشغول است، خواهش میکنم تا یک وقفه مختصر برمیگردیم انشالله بحث دوام خواهیم داد. Thank you.
استیتیشسان میدیسن، کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلوم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استیتیشسان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداعی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها با سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتیشسان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنزمارک شماره 33. موبل پلازا، فروشگاه موبل فروشی در هامبورگ، هامبورگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، در فاصله 1 کیلومتری از مرکز شهر. در این فروشگاه شما می توانید مدرن‌ترین موبل و لوازم تزئینی، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، چوکی‌های طعام‌خوری و میزهای طعام‌خوری، مبل ترکی و ایتالیایی، اتاق خواب بزرگ سالان، با اضافه از 200 نوسیت های ظریف اصل کریستال و سیستم LED با تغییر نور رنگ ها را خریداری نمایید. فروشگاه مبل پلازا در دو طبقه با مبل های مختلف، مبل های دستی محصول کشور ترکیه و با دیزاین کلاسیک، مدرن و لکچری با اضافه رنگ های انتخابی شما، در 200 رنگ مختلف با کوالیتی اعلی و 2 سال گارانتی در خدمت شماست. فروشگاه موبل پلازا اشیای خریداری شده را به محل دلخواه شما انتقال داده و خدمات ترمیماتی را انجام می‌دهد. قابل توجه مشتریان عزیز، شرکت مواد غذایی بابوری PM7 GmbH در بیلشتراسه شماره 98 شهر هامبورگ در ایام قرنطینه کرونا نیز از ساعت 10 صبح تا ساعت 7 شام باز بوده و مواد مورد ضرورت شما را عرضه می دارد. شرکت مواد غذایی بابوری PM7 GmbH، بهترین برنج های بسمتی، وسیله زرد و سفید فامیلی و المنصور و مواد غذایی آشپزخانه افغانی، ایرانی، هندی و ترکی را از قبیل چای، شیرنیجات، میوه های خشک افغانی، مسالجات، حبوبات، کانسرباب و عرقیات را با کیفیت اعلی به طور عمده و پرچون به دسترس شما قرار دهد. آدرس: بیلشتراسه شماره 98، 20539، شهر هامبورگ، جرمنی. Envision the world of a child, creating and imagining as they please, envisioning a better world in their own way. We all want the best for the children in our lives, happy homes, a strong education, food to fill their bellies, and more. At Islamic Relief, we're working to make children envision a better world through our programs across the world. Help us create a brighter future for these children. Donate today at irusa.org.
دوستان عزیز، عرض سلام و احترام از خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان و بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم و اوضای افغانستان با هم مشترکن. بدون کدام سانسور و رجحان در تلفون ها همه ما مساوی انشاءالله بررسی می داریم، بعضی از یک زاویه و بعضی از یک زاویه دیگری اوضای افغانستان با دید متفاوت البته تشریح می دارن و نمود و کیف و لذت یک بحث درمی است که دیدگاه های متفاوت آدم بشنوه و تعمق کنه. منتها خداوند توان شنیدن بده و توانی که بدون کدام تعصب و رجحان و صاحب جانبداری های بیجا مسائل افغانستان در قبال مصالح افغانستان مردم عام، اگه دو ازاره تعجیز میشه برادر من سگه پشتون است، اگه تاجک است، ولی زیکی افغانستان از اقوام متعدد تشکیل شده و بالای سرنوشت همه بازی میشه در درون خود خطه افغانستان. افغانستان در یک مخمصه قرار گرفته، متاسفانه افغانستان ما اشغال گردیده. وقتی میگم افغانستان اشغال گردیده، اونجا ازاراجات اشغال گردیده، لوگر اشغال گردیده، لغمان اشغال گردیده، شرق اشغال گردیده، غرب، همه همین خطه افغانستان زیر سلطه قرار گرفته. دیگه بنان اهالی افغانستان زجر و تعجیز میشن. اگر اطفال هیرات که عرض کردیم یک راپور یا گزارش تکان دهنده بود که او را ما چون تراکم مسائل بیشتر بود نخواستم پخش بدارم، اطفال کابل هم به تکدی یا زیدن 10 میلیون طفل افغانستان محروم هستند از حق غذا، سرپناه و لباس، مکتب، اما احتیاجات اولیه برایشان میسر نیست. اطفال ما هستند، هر کدام ما، ولی شما باور بدارین که وقتی دفاع میشه از یک کتله، یک ملت، یک تبر باد رفته، ناشناخته باید با اونا برخورد کنیم. اما طور از وقتی بیعدالتی میشه بالا یک مملکت یا کشور یا یک محوطه جغرافیایی، آدم برای همه از اونا در سنگر دفاع باید بشه تا با رجحانی که اگه پشتون آرام بود دیگه ما کل ما آرام استیم، اگر این لین روشنایی اگر با ازارجات را یافت دیگه ما بچار آرام استم، بایسی ازارت خوش میشم و تشکر میکنم، و اگر باز نگذشت باز ما بچار قار میشم. لینی که از هر جای ضرورت بود، احتیاج بود، باید رد شوم، اما محل باید روشن گرده. اول باید دلهای خود روشن بسازیم، دماغ خود روشن بداریم، بعد از او یک چراغ برقی خیراتی که یا فرض کنیم قراردادی که از یک کشور دیگه وصل میشه بالای از او دمی محوطه دیمزنگ که مردم برای به نام جنبش روشنایی جمع شده بودن مظاهرات میکردن، تعداد کثیری جان باختن. متاسفانه همه طور است برای مسئله افغانستان هم درس شدیم. اگر به مزاق که اشرف غنی رفتار میکنی جان و جگر مستی و آفرین و یک چک چک، و اگر زدی از اونا زبان گشودین شما مردم های بدی هستین. در همی راپوری که دو والی صحبت کرد، میگم خداوند که یک نفر به لعنت خود گرفتار میکنه، اگر یک گویندی یا سخنگوی یک ولایت حرف بزنه، خود آدم میگه که سخنگوی بود، شاید ندانسته و حرف والی نیست یا حرف رئیس جمهور نیست، میتونه او آدم برای خود یک تبریه، یک رای تبریه را باز کنه. مگر اگر خود والی صحبت کنه دیگه بازورن. والی قندار هم تو زبان گشود، او را برطرف ساختن. والی کندوز زبان گشایی کرد، واقعیت ها را بیان داشت، چون اونا را دیگه نمیگذارن که سخنگوی از اونا حرف بزنه، باید خود والی باید حرف بزنه.
بهتر است که خود والی حقایق بگوید برای همه ما که چی میگذرد. یک راپور است اینجا مصطفی جان، دو دقیقه از ولایت قندوز، که در اونجا والی گفته که مردم همی افسرای نظامی یا اردوی افغانستان امیر شراب میخوره و مواد مخدر استعمال میدارن، وضع بسیار خراب است، مقشون و تکان دهنده است. واقعا راپورایی که شما شاید در میدیا یا نشرات عام نتانین بشنوین یا گزرا است توجه نمیشه، تکه تکه دوستان میفرسته، باید دوره به خورد مردم بتیم تا مردم حقایق بیشتر بدانند. توجه بدارین به می راپور. قندوز والی عبدالستار مرزکوال دغه ولایت پولیس، ملی اردو او د سرګری ملی ادارې کارکونکي پر شراب څښلو تورن کړي او ویلي چې دغه ځواکونه د غپلات په خوب دي. د قندوز ولایت په یو رسمي غونډه کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د دغه ولایت د والي تندې خبرې له غبرګونونو سره مخ شوې دي. پولیس خو برده او ماشام کې شو ماشام اطلاعات مایی است کې پولیس اردو امنیت ملی کلهګي مسروب شراب او مرداري است. ای مرداری در معرف هم است. کندز ده هواد یو لحقو تر طول و نام نوله تونو ده چه مرکزی دو زلی ده طالبانو لحظ تلوی تلی ده. اسمال ده غولایت پا چول سوالو یو آن ده غولایت ده مرکز پا زینو سیمو که طالبان پیرا خوزور لری. اگر مسئولین امنیتی یک فیصد هم غیرت داشته باشن یا خدا بکشن یا برن، به صورت قاطع پیروز شدیم که انشالله تعالی خواد شدیم. توقع عدالت عمری و علوی داشته باشید. یه پخو خورو دیتا پستر شید چی تدا خبری که ومین الله توپیک نظام سکوت کرده. حالا گولی دی تانگ را او خلاو یاری ودری که ورور پتاقوه که دا ورور دادی بل گندشان برامد. این وقت هم اشرف غنی خر پا اقی ونه جگی تا چاره او کی داسی بم کی چه ونونه با چه چه اسمانو تا بم تخری جگی کی. بله سلام علیکم، تیل عربستان اگه گیگی وقتا سمو خلا عربستان تلیفون کی تا رگی گو ایتا سی برنامه گو نو واقعا تا سی بری برنامه کی دیر سیی او سفا حقیقت و ایختا سن برک اللہ پا کم زندی لگا تا قربان سمو لادا لطفو که مربانی که آل تا گنش میر خلق بای گوری دی مگ تلویزیون ها و بالکل عربستان کې خدای ته دا غاڼ شمیر مسافر دي د چې پورټو کې دا ټلویزیون نو ته لګیدل دا ټول وس دا حقیقت ګوري او اوري وس دا ټول خلک په دې باندې اقرار کوي او د دې حکومت کړه کړه د دې شلو کلو جرایم کړه کړه دا په سیره کې کې خطاب ته افغانستان کې ډېر زوړ جنایتونه چې سوي دي چې تر اوسه پورې لا ډېر پټ پاتې دي خطاب ته راغله و هم داشتی دی آقا خو رو رو روز کردی داشتی حال کردی داشتیان کردی دی دوی دا پت خیانتون پت موجن بل بل دا دی رختی ها ویلی رختی ها دی ویلی بلکل بلکل دا را جرائم دی و دا کتاب سن برا که دا وست وقتی کرا کرا دا اولست پا دی پویگی چه دا را خالت ندی افغانستان پا گرد دی ندی مک پا گرد دی پوی چه دا وست وقتی خب پیراخ پا ایمانا بانی خالت دی تالیبان تا شاولا دی طالب نه دغه پواجه ملاتړ کوي چې هغوی خبر خبر ده او قانون او هغه اصلاحات او هغه هر څه یې طالبان ته پخوانۍ دورې طالبان ته خلک ډېر هغه دي چې خدای پاک یو هغه دوره راولي خو نه دغه حالات دا خو دې رښتیا وویلې یو تغییر باید راشي غیر له هغه نه خو دا خو وروره هغه د تجربې تدریجی مرگ ده وار او راز یو سرای چه وگه یو کور نلری و ایوانان سرکو گرزی و سای مکتب درکو نلری و غلا فساد حکومت فاسد قماندان فاسد وزیر فاسد غن فاسدی نو دقا سی واقع که خدا خود دیر یو لوی وور بلده باید دا وور مرسی والا رکتیا دیوه بلکل بلکل آده خاک چه دا یو بسته
خدا خدا انشاءالله به ختمی دو کلون و نگوان یا اونو دا غول نسم دا خلق نواری دا خودی کلی کابل که خطاب سب دا غول لغا انتخابات و نقیاس کسی بید کسی طول دا غا یا میدون حقا خلق سو والا کسی آقا جان دو حکمت غری دی یا کسی خپل و خپلوانی دی آقا خلق سو والا دینی یا میلیون پر طول افغانستان که دوی پاچایی تا داشن سوی دی یا دی زور او جبل حکمت می جور کرده دا کمزدو مسلمانانو بیچارا افغانانو بنده توکی کرلی و توکی پیسی باسی و نخاگه جه پیسی دوی تغاسی دیگه خلق و اخبار چه پا دیگه و نسمانی خلق چه وسی آقا دوی بخبل جبو چه واچه خارق تا گرده منده بس یو کنون منده یو یو حکمت والال دا بس و دیره منانه تا جرسما دادی لطفو که بیا نورو ته موای چې دا تلویزیون ګوري او دا نظریات خپل بیان کی موږ د واتس اپ څخه خای دا د تاسو له خاطره د تاسو تلیفون را وکي او خبرې وکي. بلی سلام علیکم، شما از افغانستان ګپ میزنین؟ بفرمایین. بلی اینجا نشته که دی خدا ببخشیش، کی را ببخشه؟ بلی بله بفرمایید. بفرمایید. الو بفرمایید. یک رقم الو الو میگی وقتی دیگارم زایی میکنید زود زود گپ بزنیم قربان شم. از ایران گپ میزنین؟ بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم خطاب سلطنه شای جور پا خیر خبری او کسی. سلام علیکم خبری وکه خبری خبری وکه آقا تلویزیون مرکه خطاب صاحب دا پوښتنه مو دا کندوز والی چې دا خبری کړي چې مثلا دا پولیسو مثلا وردو دا ټول په شراب خوړلو بوخت دي، دا یو واقعیت خبره ده؟ مثلا بعضی حال وایي بعضی نه وایي. د کندهار والی چې برکنار وسو برا بیا وویل چې مثلا دا رقم خلکو تسلیمېږي د جنګ د مختي او دغه د مختي، بیا وویل چې مثلا دای دای دی. زه خپله د خپل د سترګو دید حال درته وایم چې موږ به د بادغیس بالامرغه ولسوالۍ کې یو سرباز و بره ما ورته وویل ما لاستی مرګ څه رقم دی چې مثلا ته په دغه پولیسو کې قسم په خدای خپل یې راته وویل وویل مثلا موږ مرګ خراب دی، په دې موږ پوه چې مرګ مو خراب دی. بل قومندان د ټولۍ ولوز هغه د قومندان ټولۍ موږ یو ځای فوتبال بازي کړه، دی بهلته رالی سیګارې به یې ډکې په خدای سیګارې به یې ووایي چرس به یې ووله. دا ټول په فساد تخته دي، خود اشرفغني خپل په فساد تخته دي، ټول په شراب خور دي، دا د خارجیان د خارج راغلي دي، دو طبیعته دي کنه نه که سبا یې خیره د حکومت باید چې ورک سي باید چې خلاص سي. دا هره ورځ یو شی ورته پیدا کېږي د شراب او مواد مخدر نه نه خبر د اسلامي ټولنې کې چې هغې مې را په یاد شو حفیظ الله امین که نه وایي هلته دا یوټیوب ته چې ننوځو یا خوا کې چې موږ به لاړ شو د لمانځه وخت یو تفریح به وکړو، بیا هلته به لاړ بیا د شراب به یې جنګول. اوس هم عین شی ده، اوس نور مواد مخدر هم جنګوي. هلته خو هغوی روسي ودکې یې جنګولې، هغون کابینه وزیران بل بل خانده په دین باندې د لمانځه وخت یو تفریح به وکړو. لاړ مردار سول تفریح د ګور چنجانو ته یې ور ولېږل، تفریح پرې وکړ. بله سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید صاحب غفوری صاحب. خیر و خیر. جناب خطاب صاحب، بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. مراسم تعلیف جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در فضای خوف و بیم و تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در 52 ایالت آمریکا تعداد زیاد نیروهای امنیتی در جاده های شهرهای بزرگ به شمول واشنگتن مستقر شده بود، تدابیری که در تاریخ آمریکا کمتر دیده شده. حکومت دست نشانده غنی و برخی وطن فروشانه که بر حضور نیروهای خارجی و ادامه جنگ اصرار می‌ورزند و موجودیت آمریکا و دلارهای آمریکایی برایشان آب حیات است، انتظار داشتند که آقای بایدن در سخنرانیش نگاهی شفقت انگیز به حکومت تقلبی غنی و دیگر وطن فروشان خواهد داشت و از گوشه چشم پر از لطف و مهربانی به سویشان خواهد نگریست.
و خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان به تعویق خواهد انداخت. گمان نمی کردند که آقای بایدن درگیر مشکلات خواهد شد و در سخنرانیش حتی اشاره کوتاه در مورد افغانستان نکند و بر سخنان قبلیش که از معاهده طالبان و امریکا حمایت کرده بود اکتفا نماید، بناهن امکان تغییر در پالیسی امریکا در مورد افغانستان در دوران حکومت بایدن خیلی کم است و همچنان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از مجبوریت‌های جدی امریکا است. چنانچه حزب دموکرات آقای بایدن در تمام جنگ‌های امریکا بعد از سقوط اتحاد شوروی در تمام دنیا و خاصتاً در کشورهای اسلامی که بران داخت به گونه مستقیم و غیر مستقیم در آن سهم داشتند. آمریکا در همه این جنگ ها ناکام بوده و به اهداف استراتژیک خود نرسیده، بهتر است نیروهایش را بیرون نماید. آقای بایدن در سخنرانیش خیلی کوشش میکرد تا در کالبد مرده دموکراسی که دیگر استخوانهایش پوسیده و حتی کفن وی نیز در آمریکا به غارت رفت اکسیژن بدمد. آقای بایدن تاکید نمود که دموکراسی نمرده، ولی این تلاش ها بیفایده است. دموکراسی که قرناز بشر را کشت، سوختان و درید و غارت نمود، به خصوص در 4 دهه اخیر اکنون دموکراسی دیگر مرده است و امریکا در خلای نظام سیاسی و اجتماعی به سر می برد. دیگر امریکا مانند دوران حکومت جان اف کندی فقید که از محبوبیت و شهرت خوب برخوردار بود اکنون نیست. این حرف من نیست، حرف مردم است. اما متاسفانه حکومت مفسد غنی و برخی وطن فروشان بی‌همت و جنگ طلب، خاصتاً سکولارها و بقایای رژیم کمونیستی که نه ایمان دارند، نه عزت، نه غیرت، نه به هیچ ارزش‌های دینی، ملی و انسانی باور دارند، آنچه در قاموس آنان سراخ نمی شود، باور ارزش‌ها، شرافت انسان، آزادگی و استقلال است. انسان‌های پس و منحطند که برتر از حیوانند. این هیچ حیوانی و حتی پرنده را نمی‌یابیم که در برابر تهاجم بیگانه و دشمن از لانه و خانه خود دفاع نکند، حضورش را تحمل کند و بیگانه را در خانه و لانه خود بپذیرد. اما انسان‌های پست و ذلیل، کم ظرفیت و محروم از شرافت و عزت نفس انسانی از بیگانه می‌خواهند که کشور و خانه‌شان را در اشغال داشته باشد و بر مقدرات افغانا حکومت کنند. و من الله التوفیق. بسیار مقبول صحبت کردین. خداوند خیر و برکت نصیبتان بداره. از راه های دور، از استرالیا، از دل شب، یعنی بعضی برای نماز تهجد بیدار میشن، مگر یک کم از اون نمیتونه باشه، چون در یک سنگر تلویزیون در تبلیغات شما واقعیت ها را از القومتان بیرون میشه. برای یک ملت ستم دیده برای دفاع از مردم افغانستان شما در 5 دقیقه کم و بیش را که مهربانی کردین واقعیت های افغانستان است. خود مقایسه کنین با امی کسایی که وزیر میشن و با سر خر بالا میکنه و پایان میکنه و روی خودش هم میکنه، اونا رو ببینین، شما رو ببینین. یعنی موقف شما مردمی که واقعا برای رهایی افغانستان از این مخمسه و بدبختی ها می نویسین و قرائت می دارین و او کسایی که دیده به دانستان میرن در یک دستگاه آلوده با همکاری و برای کار و مشغله و استخدام از زنجیری اسارت دیگر باز در گردن خود میندازه، باز یک مزدور دیگر برطرف میسازه. یعنی چقدر رسوایی و بدبختی است که فامیل از اونا، یعنی واقعا باید خجالت بکشه که تو یک اولاد دارن. شما مردمی که واقعا برای استقلال، آزادی، مناعت، شرافت و ایمانداری مردم افغانستان قلم می بردارین، قدم می گذارین، صحبت می دارین از این مجرا،
من بسیار خرسند میشم، خوش میشم که همی عرفای حق و حقیقت از تلویزیون پخش میشه و ما هم در این راستا داخل ثواب میگردم. بله سلام علیکم. آقای خطاب عرض سلام دارم بر شما. و علیکم سلام ماشم جان، بفرمایید. زنده باشین. ما به این نکته که آقای غفوری هم راست کردن فرمودن و شما فرمودین میخوایم تاکید کنم که همین شراکت که اینا گفتن، خود شراکت به نظر ما قسمی که کل ما و شما میفهمیم ثابت شده در این 20 سال شراکت از یاد در تباهی افغانستان و خرابی افغانستان است که اینا شراکت دارن و امروز این ملت امریکا هم فهمیده، جهانیان هم فهمیده و از جمله خرابی ها یکی همین پول های است که کشیده میشه. حال نظام های سابق بود که مردم میگرفت به این کشورهای غربی پناه می آورد مسئول بدن، حالا خود همه جا زیر تسلط امریکا تا سایه داد و گرفت دارن، از نگاه جرمی جنایتکاران هم میتونن مصادره کنن، بگیرن اسنادشون رو تبادله بکنن و از این قبیل چیزها رو داره با کشورها قرارداد داره امریکا. همینایی که پول انتقال میتن آقای خطاب، من فکر کنم که در آینده افغانستان و آینده امریکا بسیار مفید است که از دیدگاه سیاسی تا که به این شراکت ببینن، از دیدگاه حقوقی هم ببینن که بسیار بد، اینا بدنام هستن، اینا باید در مطبوعات امریکا مطرح شود و در کنگرس امریکا که شراکت بدنامی است، اینا را محکمه کنه، این پولا را از یا مصادره کنه که یک دست به دولت آینده افغانستان هم شد، هر کسی که باشه، حتی به دولت افغانستان، به دولت های دیگه دنیا که امریکا کمک میکنه، این پولا دوباره را گرفته شد و پس در اینمی کشورها مصرف شد و این برای حیثیت و اعتبار امریکا مفید است. به نظر من، نظر شما را در این مورد میخواییم و در آخر میخواییم همی یک بیت بیزه را یاد بکنم که راجع به شرابخوری والی قندوز گفتن، همون که گفتم میگه ما مای برای لذت مستی نمیخوریم، از باده شستشوی درون از ریا کنیم. اینا هم ریا میکنن آقای خطاب، هم میخورن، اینا دیگه پسترین طبقه هستن. نظر شما رو در این مورد میخوایم از دوستان برادم یه اولد بانیم که بشنیم نظر شما. واس برادر، یک چیره شنیده بودم وای شراب بخورم و چرس بچخم و دروغ بوایم و قتل بکوم و پلانه بکوم و کوم نور میله بد و توبه. این شراب خوری خو یک جرم شخصی است، یک نفر نزد خداوند مسئول است، مگر اینکه برو قتل کو سب تفنگ به دستش سب ماش بیگانه و امر بیگانه حکومت بیگانه همی از اینا را میپذیره، از این چی بد میتونه باشه؟ طالب هر کسی هست به حراسی از اینکه باز پاکستانی تو میکنه و دیگه میکنه، این در خود همین نطفه انسان هاست که برای چی میگه فاول خود، برای خطاهای خود میخواه یک منبی مقصر پیدا کنه که او را مقصر بدانه، گناه خود بالای از اونا بیاندازه. همین طالب پاکستانی است، یک توجیه خوب باید پیدا کنم. اگه بگوی بهترین مردم هستن، طالب ها جهاد میکنن، از قرا و قصبات مردم با اونا جمع میشن، مثل که والی قندوز همیاله گفت بیشتر، یعنی حکومت امریکا برای از او ماش میته، برای حکومت افغانستان با از او والی خود ماش میته، امو آدم در درون نطفه خود اشغال بلند میشه که همیال مردم با امرای طالب هستند، طالب نان میتن، طالب اولاد خود میتن، به سنگر میفرستند، دیگه دیگه این واقعیت هست، به پناهگاه میتن، نوازش میکنن، از اونا تشکر میکنن. در جهاد افغانستان هم همیتون بود، در یک قریه یک دفعه نصف شب که علم جایدین آمده و سای باز روی خانم یک روستایی بلند می شود و سای با تشه پکه می کد و در نصف شو نان بپز و سای بدگه دیگه که مجاید نان بده که ثواب داره و مجاید سینه خود سپر می داره و عدی اقل ما خو یک وسیله خیر شویم، یا کل ملت با پا خیستن زده همی اشغالگر و دیگه و دیگه. اگر چی ما تباه شدیم در جنگ، مگر خوب امو انگیزه ها را عرض می دارم و منیجمنت توی کی جهاد کرد، اما مردم افغانستان بودن، مجاهده کردن، جهاد کردن، استادن. پولای افغانستان بیچاره خوب یادر که کجا میره، بازی پولا را کی میگیره؟ امریکا هم قواخ نداره خوب را باعث یک مصرف روان کده، چلوت بدانی از اینا داده،
امی یکی از امی نفرای نظار بود یا جمعیت بود چی بلا بود یارو پرسان کرده که شما چرا تو چی میکنین خیانت میکنین پیسار دوزی میکنین وی میگم ما دوزی نمیکنیم گفت چطو میگه در اول ما بودیم آمدیم برای امریکا خدمت کردیم در برابر خدمت ما ما را پول میده این پولا رو خب یادر ما به سودای سری را کمایی کردیم آمدیم در کابل دویدیم پیشا پیش اردوی امریکا دویدیم مگنی اونا می بودن سینه از واسه پر می شد ما خود سپر کردیم آمدیم کابل را گرفتیم برای اشغالگرا کار کردیم ما را پیسه می ته معاش می ته بیادر روش کنه گویی که بیادر ما پیسه کس دوزی کردیم استحقاق ماست که ما را می ته ما را نوازش می کنه مفت خونه می ته ما را او یکی گفته بود که اولا راست میگه با قیمت وطن با قیمت ناموس وطن دیگه دیگه مادر وطن یو نوش جانت والا وی خنده خوری وی خوره سب امتو بود و امریکا میبینه که پیسا پس میانه با امریکا اتا همی ترجمانایی که افغانستان رفته بودن اونا را گفته بودن پیسی تان اونجا میخواین یا در امریکا باز اونا گفته بود نیده میه بانکای ما در امریکا پرتین اینجا بازم پول و داراییشان می آمد و خانمایشان قرار به زرق و برق خود مصرف می کردن و سب امو پول حرام می آوردن سب در اونجا زد طالب جنگ می کرد بازو ترجمه می کرد که حالا طالب اون اونجا با کشیشه و چطور شد و چنان شد در تحقیقات و دیگه و دیگه این عرض مثال عرض می دارم بازو پول می گرفت سب به بانکای از می دادن جز بعضی از اینا رو ولی ما می شناسم که دوست خود ما هم هست و آدم هم پولا رو یک شانده پولی هم نزد شمیالی نیست میره شب تا صبح کار میکنه یا روز تا دیگر به مسجد اعانه کرد به دیگر 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 و پولا نزدش نمانده امو پولی که ما بد میگیم برای های نیک مصرف کرده نوش جانش دیگه آمدن و سب اما تو تف کردن و گریه کردن و خانه خریدن و دیگه کردن اما خانیشان هم باز خراب شد و یا سرطان گرفتیشان یک بدبختی های دیگه هیچ هم پیسه رو به آرامی نخوردن بله سلام علیکم سب الو سلام علیکم رحمت الله و برکاته څنګه یو ورور جوړ په خیر قراری ده خیر چې چیرته یې داسې غختلای ناشتی او سر کالی دی اغوستی دی سات دی تیر ده چیرې زه خپل ماستری دوره مې ده په ویانا کې که که مهرباني وکړه مهرباني خطاب سے سوال مې تاسو نه تاسو ولې ډیر دسته د طالبانو حامی هستی د طالبانو همی خدای ده زیست کارای همه زیه و انسانی ما ده خبره ولی که ده ساده خبره تو محصل همی خدای ده خدای بده ده زمان که داسی بده بدبخته که چه نبده تحصیل پا غم و درد و خوری و نپیسه نبل تو هم ده ده تا غنده هلتا خلق زیل وطن دفاع که تو هلتا ناسی و ده آقه ده پا واکی نی ولی ده سازونه هوری ده طالب همی زیست چه ده طالب آقه قندوز ولی ده اوز دروغ ویلی ده ولی ده قندوز حمید طالب ده که اغا واقعیتون ویل هم دا اوز دیتا پا افغانستان که ور بلده افغانستان ده بدبخت ده دا ماشومان هم دا اوز واری چه فلم در تواجشون پا ایراد که لزر یو لزر طفل گدایی که لس میلیون اطفال آقی دی ده بیکور و بیمدد و دادی و تکراری تا هم دا حکومت را لگل ایت ساتی تیری تحصیلو که بیا تیز تحصیلو که بیا چیر تا دا تحصیلات دی چیر تا خدمت که ایت تماتوه دا به خدمت افغانستان که بده دستی کیسه په هغه اشرف غنی ته ورسه په وزه خر په ونه خیزو ما ولکه دی پری دی تام په ونه خیزو دا ته به بیا خطاب صاحب ما ته اشرف غنی مهم مملکت مملکت خو هغه غنی ولای د وسړی موږ مملکت خو یو هغه د حکومت داری مهم ده او ستغه چیزی عمل ته مجبور یو حکومت سره خو کارو کی څرقم حکومت غواړي هم دا حکومت غواړي چې اشغال ده هم دا حکومت غواړي چې بیګانګان دي تا تقدیر ته اینی هم دا حکومت غواړي ای تا تحصیلات څه په درد خوري تالته لاړ شي ګرځې به دا خواخوا کابل کې د هغه به د پلاس کې ورقت شي زما تحصیلات کړي هلته تر څو چې ته اشرف غني سره غلا ونه کړي همدې حکومت سره چورو چپاول کې لاس ونه وایې ولکه یو ورځ تاته کار درکړي پوه شوې په خطاب صاحب اگر چیزی ویان د اشرف غنی نه نه هغه پرې د اشرف غنی عمومي دغه هغه سلطه درته وایم دغه حالت درته وایم دې ته ستاتیسکو وایي یوازې دې څه راسې چې وایي دغه افغانستان اشغال ده بدبخته ده مقدرات نور ته یې نه خلک وږي دي فاسد دي بل دي درګر د فلمونه درته اچوم چې دای تا په مغزو په کوپړې کې تاثیر نه کوي نو زه دې څنګه کمه کنه درس ته راغلی تا اول خدا درس دی شهامت و عزت و ایمانداری زده که تا بلا وخل مکن
ایمانداری عزت ایز در کومه کتاب سر چی هم داد ایمانداری هم دست ده چه آقا ده ده حامی ده طالب ده زد چه کومه طالب ده خدای پتا بنده مبارک لگی و تا ده پاگ هم داگه چه لکتا هونده هم داگه کلی و باندونه طالبانو تا ورغیلی دی شاید ده ایتا ده اکا زوی هم ده اوس همال تا پوزی ترالی وچه دوره پی جب کی لافغانستان دفاع کی او تر اغلی دلتا چه حامی و زد چه حمایت ده طالب کومه زو خو فلم در تاج شما تبصیره کومه ده افغانستان پا وضع غگیگم ده ایتا هم کوپره ای که ولی ده چه شان تاویی زما کورپری کنه تاویږي خطاب صاحب پوښتنه تاسو همیشه د طالب وایان ذبی الله مجاهد سره چې خبرې کوي ټول طرفدارین دا غوي د حکومت ته کول وي نه هغه خو مجاهد سره چې زما صاحب کوم زه هغه ته کوم مجاهد خو راځي خبرې کوي هغوی خپله دفاع کوي هغوی نه زه سوالونه لرم هغه لرم خلک راځي لاین کې بیا سوال ترې کوي پوښتنې ترې کوي که نه نو منګه ګوره کتاب صاحب خو موږ هم مرکزي حکومت لرو صحیح دی یو څه مشکلات به وي یو څه نه ما مه وایه داسې بیا غاړې دې بندېږي که نه ځوان هلک یې شیره لږ زره دې ماغزه خلاص کړه لږ زره به مشکلات وي څنګه مشکلات وي هغه وایي هغه د نوي په سلو کې خپله اشرف غني اعلان وکړه چې خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي که نه دا کابل کې انفجارونه مصیبتونه بدبختي او لږه غلا شوکونی بل کود 91 92 بل د انتخاباتو کې تقلب څه چې نو نه پیږي نو تاسو څه وایم هلته ویانا کې م ناستې بره غاړه دا قولو چې کمیسو تک سور و صاحب بیا دا غاړه کې دیم هغه اچولی کوم ساز به ما اوري همدا اوس په دې ساتي هیر یم د نور خو نه پیږم د تا له ژونده خو دا قواري مې چې ولیدلې دا خبرو د خدای چیرته بوځي نو موږ یو هغه و ملک صاحب و ملک صاحب دستګیري ورته ویلې سرخاو کې هغه کنځای چاته نه کولی ډېر تکړه سړی و باهمته باغیرته خدای دې وبښي هغه به چې چاته په قرس ووایي خدای دې څنګه څنګه که نو څه درته ووایم څنګه څنګه کې دومره معنا وه چې هغه پوښتنه مه کوه بلې سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم سلام خطاب صاحب محترم څنګه یې جوړ یې تاسو او ټولو د اوریدونکو ته سلام وایم محترم خطاب صاحب تاسو نظر د حکومت په حصه کې دا یو غلام ده البته ده دې خو هېڅ شک نشته موږ یې د سره منو تا نظر تاییدوو مګر خبره داسې ده چې طالب هم غلام ده که هم غلام ده نو دا هغه ده داسې آزاد یو خو زه خو نه یم وروره هغه یو چا ویلي وو چې دا یې داروین تیوري یې تشریح کوله پوهنتون کې یو نورو غونډو منلې وه هغه استاد سره هغه یو ډېر ښه مسلمان و د اطراف راغلی و او دا معلم ته ډېر په کار و چې د غاښونه یې پې مات کړي چې دا داروین بیا آخر کې ورته ویلي وو شما لې پی بوردین که ما نسل اولاد شادي ستیم بیا غونډو لاسونه چې کړي وو کې والا مې چیزې را کې گفتي بسیار معقول بود بیا همغه مسلمان ویلي وو کې معلم صاحب خدا کنه شما خو یا ای بچه های دیگه کلتان اولادای شادی ستین مگر ما اولاد شادی نیستم زه ورور استقلال لرم داسه طالب چی که و تیت چی که و دا ما تا بی تفاوت ده مگر زه استقلال لرم نه نه زه تاسه نکیم ما مطلب ده تاسه نده خطاب شد زه عمومی ده افغانستان فعالت یعنی تا چې کوم څه شو چې دا یا تلویزیون چې اوس غیږی نه نه دما از دا و چې د افغانستان کې مستقل خلک ډیر دي طالب هم تر اوسه پورې داسې پاکستانی نه ده راوستی لکه سکات میلر غوندې داسې حکومتداري نه ده کړې کوم هغه نه دي سوي چټي یو تهمت هم بد شی ده تهمت هم مه کوه کله د یو شی چې په سترګو نه یې لیدلي هغه په د ګرمو سنګرو کې په بل کې دا خپله ملت خپل ځوان تنکی ځوانان الکان هغوی ته په دا جبهو کې ورلیږي نو هغه هغه د یوې کونډې بیچاره زوی چې ځي هلته جهاد کوي هغه خو هغه د چا د مزدوري لاندې غلامۍ لاندې نه ده ازاده توګه باندې د خدای له خاطره ځي جهاد کوي دا چې بیا دنیا په یو بل باندې تسلط لري هغه خبره بله شی ده بالکل خطاب صاحب ګوره زه خو یې تا نظر تاییدوم زه یې تا د دې پروګرام ډېر طرفدار تا د نظر طرفدار یم مګر خبره دا چې موږ باید همیشه واقعیتونه ووایو وی وایه که نه اوس واقعیت ما تا ته کله ویلي چې مې وایه و ما خدا ما تا ته اوس د تا ته وایم چې اوس داسې طالب یا حکومت کې راشي لکه د امریکا حکومت چې راغلی دا دوه دورې
جنرالان عمل ته دی خلق تربیه کی 15 شپاګ لاس شل 20 د نظامی لري راګ راګ دی حکومت 15 بلیون ارکال ورکی بلکی لارډ اټس ولی ورکی دا چې پاکستان راځي خو به موږ هم ستې پاکستان دری ګو مګر طالب خو لوانه نه دی چې یو هغه نه استقلال اخلي بلته ورځي دا به نو ډیر بیا عقل سو ډری د طالب هم چې یو سلطه رفقی یو اشغال رفقی بل اشغال راولي دا خو د عقل هم نو لږ سره د عقل ته د مراجعه وکړه په صورت نسبی خو غونډ دنیا هیڅ استقلال نه لري همدا اوس امریکا کې دا هر هیواد باندې حمله وکړي د هغه سلطې لاندې راولي همدغه د صدام حکومت ولا وایي داسې و چې له خولې اور بدي د اخر لاړ ایسته یې کو صاحب غاړې کې پړي ور واچول. بلی السلام علیکم صاحب. بلی السلام علیکم. از ترکیه گپ میزنین؟ الو. بلی السلام علیکم صاحب. و علیکم السلام رحمانی صاحب. آفرین. کجا هستی رحمانی صاحب؟ الحمدلله قربانی چم. یک آدم 93 چند شدی رحمانی صاحب؟ 94. و قربانی چم همین دو عمره یک سه عمره انسان افغانستان نام خدا کردیم مگر تو کاکا با اوش امیالی هم در از غم استقلال افغانستان چیزایی که میگه بشنوین امیالی بفرماین صاحب. السلام علیکم. حاجی رامانی سلام و احترام خیش دارم به شما و تمام مردم افغان تقدیم می‌دارم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات. برای چت کامل باشید. همچنان دو قربان. جای دعا سلام شما دارم. قربان چم تشکر برای ما دعا کنم. وطن فروش به شهر بوش. محقق دوکر دولت ایران را که رخص سینه زنان را در نزدیک پل مامان خان به نمایش قرار داده بود به صفت مشاور خیش به معاش انگفت دلاری خرج دسترخوان تعیین نبود. بله. و همچنان بچه بیوه. بله. کسب پدرش داده و وقت تلویزیون پیام آن گرفته نتونستم عبدالله صالح را به صفت معاون نخست رئیس جمهور مقرر نمودهاست. این بچه این بیوه نظر به گفتار پیشین مشاور ملل متحد به الفاظ رکیق خیش صد راه تا میگذرد بچه این بیوه عبدالله صالح هزار میدارد که خروج اساکر امریکا در موضع افغانستان گره نخورد. در حالی که فعالیت حزبی تحریک طالبان دولت امریکا را مجبور ساخت که با طالبان قرارداد را امضا کند بله اساکر خیش از افغانستان خروج کند. بله عبدالله دو پدره وی دو پدر دای قندانی و گای پنچینی مکمالی می کنند برای مای خیش یکی دوتوم گرم جمع را به رتبه جنرالی نایتا و شخص سخنگوی وی را بازی مقرر کرد تا ما تا شوغنی پسر بوش که نوار افرار را بانستان هست و طالبان تسلیم نکردند با اعتراف عجب گرفت سعی کن نوشی جانت بلا همین به خداوند به سناتی تصاب کنه رحمانی صاحب گپای خودت بی بی او جوانی که در ویانا چکر میزنه و سه از غلامی و بردگی گپ میزد او رسای کو او زندگی طولانی شاید در پیش داشته باشه مگر ما یک چیز برتان بگیم به چی بازی به ریش بابان بازی نکنین که افغانستان سخت بیوا و بیوزن و بدبخت داره نکنینم طالب ورور چرا ترڅو چې حکومت یې نه یې کړی زه څه دي حکومت په باره کې زه نمرې ورکړم چې چا د غلام ده او برده ده همدا اوس خو وروره جهاد کوي د جهاد خو نمره ورکوي ورته امریکا خو یې په زنګنو کړی ده نه څلوېښت هېوادونه بیا چې حکومت یې کوو هلته بیا په هغه وخت کې نمره ورکوي ورته مخکې له مخکې چې لس کاله بعد شي کېږي دا خو جهاد ده دا مبارزه ده په دغه یو حالت د جنګ کې موږ واقع یو په دغه وخت کې چې څوک څنګه جنګ کوي د څه لپاره یې کوي ولې یې کوي د طالب یو موقف نه یو ذره یو ویښته دوی نه دي عدول یې نه ده کړی خو ته خو یې نمره ورکړه ورور مزدوران دي همدا خلوم وازه کړې ده لکه مرغاوۍ غوندې یو چې خواکي بیا قوانګ همدا یو د بل شاته روانې کتار لمدسې. بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم.
کتاب صاحب خسته نباشی. خوب هستین برادر؟ مجور به حیثیت من. از کجا گپ میزنی برادر گل ما؟ از کجا؟ من خطاب صاحب از ترکیه. خوب. از شهر استانبول. خوش آمدی قربان شم. صحتی چطور است؟ بفرمایید. سلامت باشی. شکر از خطاب صاحب محترم. خطاب صاحب محترم شما یگانه صدای میساب هستین که صدای مردم مظلوم افغانستان هستید. دیگه امی یگانه صدای شما است که رسانه شما است که صدای مردم به حساب به دنیا میرسونه. تشکر میکنم. دیگه ما حامی شما هستیم. قربان شم خدا. در رابطه با برادر ما که صحبت کردن گفتن که دویان هستن دیگه محصل هستن. ما یگان وقت ما خب حساب درجه تحصیلی ما سرپاش پایین است. امی کسایی که تحصیل کرده هستن به حساب اونا رو فکر میکنم حتی یک نابینا یک برادر ما که از ولایت لغمان بیشتر توضیحات داد به خدا او گفت نابینا هستم ولی این برادر ما که در میشی هستن ده حتی در کشور خارج رفتن اروپا زندگی میکنن حالا چشم خدا بینا نکرده رفتن در اروپا من چرا قمر دوشم نمیجای به خدا بسیار جای تعجب است خیلی تعجب است. دخو خو... سوره بقره واضی خداوند میگه کساره گوش دادیم شنیده نمیتونه. بعضی ها را چشم دادیم دیده نمیتونن. دیگه خداوند واضی آیت ها از سوره بقره را واضح کنین. کار و کور هستن دلایشان را خداوند قفل انداخت. بفرمایید. 45,000 کشته نیروهای امنیتی که بسیار خدمت به امی حکومت نظام فعلی 77,000 کشته افراد ملکی 11,000 به حساب اطفال به وضاحت مثلا دیگه دولت هرات 11,000 مثلا بقیه ولایت های دیگه یعنی کل افغانستان اینا به حساب به گدا و به احتیاج و معلولین به حساب اینا مبادرس هستن دیگه مشکلات دیگه کدام است دیگه مثلا کم مشکلات است خب بالاخره چی میخواد از جانب مردم دیگه کسایی که امی صدای ما را میشنون بخصوص طرفدار امی نظام فقط میگم برادر یک بار کیسا یک بار از وجدان خود اول شما قضاوت کنید وجدان آیا شما کی هست خدا بشناسین باز از کیسا بین درباره مردم افغانستان شما قضاوت کنین شما خدا نشناسین دوالی تشکر لالای گلی ما تشکر میکنم خدا سه محترم خیر ببینید برادر اضافه نمیشه ما این منظور نیست که وقت برای دفاع مردم افغانستان است. میگم 11,000 مردم در ایران طفل گدایی میکنه. 11,000 یک عدد بسیار درشت است و قربان. نه در پاکستان گدایی گرم قدارین و حالت بسیار بد وضعیت بد در افغانستانی که بیلیون دلار 150 بیلیون دلار دزدی شد. زیر قصر یک دوز یک طفل اونجا گدایی میکنه. و پولم به خاطر هم طفل آمده ده اونجا. شما خواهی کمک چشمتان رو باز کنید. خود حکومت گفتم این اخبار برایتان میرسنم. من قصدن اخبار داخل افغانستان پخش میدارم که نگوین که از جان خود و از دل خود آدم حرف میزنه و صاحبی دروغ است که یک اثبات یک دستاویز باشه در میان. یا فرزان روز گفتن که 10 میلیون خود مؤسسه سیگار بود یا کدام تا از گفتن مؤسسه دفاع از حق بشر بود که چی بود مؤسسه دیدبان بشر که 10 میلیون طفل افغانستان در معرض خطر قحطی و گرسنگی قرار دارد این چی معنا را افاده میده بله سلام علیکم لکابل غگی گیسه بله سلام علیکم خطاب صاحب سلامون و احترامات اخدیم و آمد و علیکم سلام مهربانی و کس عبده سیب سرات تو غگی گی در وقت دیر کم در سیب دلته سایدی دا زموږ تاسې دغه اواز تر مابینځ یو 40 ثانیې 10 ثانیې زما په نظر چې دا همیشه ورته ګورم نه هغه پسې مه ګرځه خبرې وکړه غږ دې م راځي صاحب ته غږېږه زه غوږ مې نیولی یو زموږ تاسې خو یو د افغانانو خو یو مشکل نه دی خطاب صاحب محترم هغه دی تاسې دغه ښکاره کوئ چې د ایرپورټو څخه د میدان هوایي څخه هغه د پیسې ووځي مدنیت ټوله خالص وله او غیر له دغه څه خطاب صاحب باور وکړئ تاسې چې غیر له دې څخه چې چور شولو سرمایه مو ولاړله خلک مو هم ډېر د اسلام د دینه سره بې دینه شوله باور دې وسه چې دغه نظریات څوک چې اسلامي نظام نه غواړي هغه ایمان نه لري نو د دې اوس موږ اشغال شولو واوروره موږ
اشغال یو هیڅ اختیار او توان په مشکل نسته هیڅ معنا او یو نفر راځي وای د خوارجو 15 نشانه په چا کې یعنی طالب ته اشاره کوي هغه د عثمان غنی په دوره کې چې هغه ډیر لوی داستان دی خو دلته راغلو ته خپل ایمان تازه کړه ایمان لري ته مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو سره یو ګروز موږ د خلکو علما او طالبان دی جهاد کوي ته دغه نه منې نو چې دغه نه منې نو ست دین څه سونو ته څنګه مسلمانې دغه سي دین دغه ډېر مننه ډېر مننه نو خو هغه د خطاب صاحب دا خبرې به رالنډې کړو دلته خو نو دغه ټول افغانانو نظریاتو ته دغه دا بل رور چې وویل دا بل دوی اصلا د دین سره علاقه نه لري یا معلومات نه نه هغه د دین سره علاقه نه لري مګر ډالر سره بیا ډېره علاقه لري زه چې فکر کومه وروره اوس د دین او د وطن او د عدالت او دې هر یو سړی چې دلته چې زه غږیږم چې همدغه حکومت طرفداري کوي ډالر لپاره کوي یا خپل علایق لري ورسره یا یو فامیلي لري یو شی لري عملته د همدې وطن د ډالر لپاره د پیسو دومره چې ډالر ضربه ورسوله افغانستان ته او دا اجتماعي کرپټ کړه فاسده یې کړه له دینه یې وګرځوله د چې هره اجتماع کې چې شعور نه یي ایمانداري نه یي هغه پیسې لکه زهر غوندې کیږي دوی وایي چې یو ډاکتر چې تاسو ته نسخه درکړي چې یو دوا واخله هغه که تاسو ته ډېر درسي او ډېر وخورئ تاسې هغه کې مصرف کوي هغه دوا وایي بیا زهر درته کیږي او دا ډالر حیثیت یو زهر لري افغانستان کې بلې السلام علیکم سه بله سلام علیکم نوری صاحب د زر زر ورور جان د سیو د ق وخت زلره مکه مهرباني کی خیر دې زمه په یوهنی مدقه کی غزل وای غزل دې زر 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 مهرباني او کله ماشنا زدلې مو سره او کله ماشنا زدلې مو سره ټول ماشنا د شوګیرو سره وافلی سم صفا مؤمن و مسلمان و ما سم صفا مؤمن و مسلمان و ما تا اقلم آشنا ده بود کدو سره تا خدمات سر قسم خورده و لار قسم خوره ده پردو سره زده تو بگار کلمه لمینه نه زده تو بگار کلمه لمینه نه بیا ده یاده و ما ده تو بو سره څنګه به دروغ لیوانای څنګه به دروغ لیوانای نشم تا کلم آشنا دی مای کدو سره مینه می ده گل کل خبر نو ما مینه می ده گل کل خبر نو ما گل لاس و گریوان کلم دی اغزو سره رافل در از ما حال دی کمی وپکتی در از ما حال دی کمی وپکتی گردم بلتانا لیوانو سر آفرین گردم بلتانا لیوانو سر آی آفرین در یو نیمه در قدی ویلی و اخبال خبری دو دارید بله سلام علیکم لی ایران اگه گیگی سه لی ایران قطس بله سلام علیکم سه بله سلام علیکم سه سلام آقای استاد سلام بله بفرمین سلام اکرام بفرمین و علیکم سه سلام و احترام آقای استاد تشکر از پروگرام شما و در مورد وضع افغانستان متاسفانه بسیار خراب است خداوند یک آرامی را بیاره و امی آقای اشرف غنی روز از طریق میدیا شنیدم که به سلاف میزنه که و لاف زد که ما آمدیم تا فصل ناتمام شده امان الله خان تمام کنم یعنی یعنی امان الله خان کسی بود که اولی قانون اساسی را ساخت اولی رئیس جمهور بود و این آقا کسی هست که اولی نفر یک قانون اساسی رو نقض کرد همیشه آقای غنی و این آمده که میگه که من آمده که تا فصل ناتمام شده اما الله خانه تمام کنم نمیفهم که به کدام شکل به کدام چیز فصل اما الله خان خوب برادر جهاد کرد زید انگلیس ها افغانستان استقلال داده از امان الله خان بیرق بزرگش جوهر از او استقلال خواهی از او آدم بود
استقلال کمایی که داد، استقلال آورده، در حقیقت زمو خاطر مردم تکریم میکنه. تخلصی از او غازی امان الله خان است. اگر تنا امان الله بگوین قاز امان الله است که بازارها و میلیون ها، مگر اگر غازی امان الله خان بگوین امو یکی است افغانستان به او خاطر. آقای ولی میگه که ما آمدیم تا فصل ناتمام شدی از او را تمام کنم. آقای ولی چی شباهت داره با غازی امان الله خان؟ امان الله خان اولین نفری بود قانون اساسی افغانستان ساخت، اولین نفری بود که رئیس جمهور بود، و آقای غنی اولین کسی هست که قانون اساسی افغانستان آه بله و قانون اساسی خوب برادر یک بهانه واریس قانون اساسی نه قانون اساسی و نه غیر اساسی همین خود اخلاقیات اونجا مراعات نمیشه عرض کردیم دروغ زیاد میگن، رمزدگی زیاد میکنن، قانون خوبانین یکی می خود فساد و مناعت و شرافت افغان بیشتر پایان رفته. قانون اساسی خود یک ورق هست و صاحب مطابق از او باید رفتار شد که او را نمی کنن به نقص ازی هست. مگر آمده ما خود وجدانن، وجدان افغان ها بیشتر بد شده. گفتم نیه یک مسلمان که از شرق و غرب دو می زد علی میاد اونجا یا پرچمی سب غرب بعد میگفت فیودالیسم و سرمایه داری را نفی میکرد و دیگه میکرد مظاهره امیال آمده بالا سر ما شیطه نظام کرده. یعنی می خود مناعت و شرافت در افغانستان از افغانستان به مو متمایز میشد. افغانستان خود ملک آزادگان، ملک مردم بشر پاک و شریف افغانستان شهره بودن، نام داره. مگر ما خوب حالی که میبینین سبه هیچ یک مردم عرجل، مردم های وطن فروش، ناموس فروش قضیات شده که هیچ حد نداره. بعضی ها برای همین دالر بالای این زمین و جایداد و اینا سب مده همی امریکا بعضی رو میشناسم میم چرا نمیریم؟ میگه والا بیادرم چیر قواله رو به نام خود کده سب چون همو خانه یک وقت متروکه بود سب هیچ کس نمیخرید. حالی که دالر آمده سب خانه یک دفعه رسیده با یک و نیم لک دالر یک قصر پادشاهی را میداد یک وقتی در افغانستان. حالی یک خانه عادی چار اتاقه در کارتی چار یا یک جای دیگه ۲۰۰ هزار ۳۰۰ هزار شده. یک دفعه سب فامیلا با هم چسبیده در جنگ شده، یکی قواله را به نام خود کرده، یک نفر از به نام چی بلا نام داره عزیز استانکزای دمی چیزا میاید دمی پروگراما میشینه بالا سر از اشرف غنی دفاع میکنه. ما خوب میشناسم میشه می آدم در قصر از اشغال و دیگه دیگه او آدم همو معامله املاک میکد و دیگه میکد یک خانی مردم و یادم خراب کده، خانهایشان به نام خود کد و سه بازور فروخت و دیگه دیگه ال افغانستان بالا سر از حکومت دفاع میکنه به خاطر از اینکه منفعتی از او آدم است. اگر می دور به ختم شو و سایب به پایان برسه خانی خود ازی خراب میشه. اول رسمان و یک هزار نفر در گردن ازی منداز. هر کس به خاطر جان خود، به خاطر منافع خود، سود خود اونجا کار میکنه. همه طور است. او بچه اگر در ویانا سو کدام ریشه داره. یک نفر در سان فرانسکوس با جیش است که چیش است. بالا سر میشینه سب. کتا کتا گپ میزنه و صاحب سراخ ها را بند کده و ایلاد آدم میره از امی کودا و دیگه و دیگه چلوت از اینجا دوزی کو از اونجا. منطقه همین دوزی ها و رشوت افغانستان بسیار زیاد شده. تو یک وقت یک قاضی را اگه 2000 روپیه در یک پاکت میموندی و بسیار خوش بود. ولی بیادر به دلار به امراید میگه 10000 دلار که نبیاری و لگه تقیش کنی گفته بازه. حتی دلار یکی بسیار داستان خوب بود میگه من رفتم مرا گفت 200 دلار مرا بده با او که واسطام کده بودم او پیسه را که بردم گفتی نه خوب دلارای کونه سیر در بازار سید چلش ند. حتی در رشوت هم دلار نو باید برش بده. یک نفر از آلمان میره که مالی خانی خود بده از او 10000 یورو بود یا دلار تقاضا کده که 5000 افغانی مالی از او را بپذیره. این چیزا را آدم میبینن دوستان عزیز. دلار در افغانستان مایه فساد شده به اول لحاظ. برای اگر چی در کل دنیا هست امریکا هم به خاطر منفعت تو اینای خود به افغانستان پیاده شده. منطقه همون دلاره که میکشن پس میبرن، طلا را میبرن، دلار را میبرن، جواهرات را میکشن. وطن هست عقبی وطن کس نمیگرد. یکی مرا گفت که ما صاحب خاک وطن کشیده بودم، ما صاحب که میبرم آمدم سجده کدوم و گریان کدوم و باز یکم که یک تو خاک افغانستان رو به امرای خدا آوردم در خانه خود ماندیم، در گلدانی انداختیم و چطور کدیم.
مگر این خبر نداره که کل افغانستان داره قطع اینا فروختن، هم لالشه و هم آهنشه و هم جستشه، کلش انسان ها. یک وقتی مردم افغانستان گپی یک نفر میگه تلاس الماس است، حالی جست شده، حالی چتلی یا این که میگه از اون درست شده. دیگر بنان یک کتلی بسیار بیمناعت بیشرافت، همچه پی بیمناعت و بیشرافت بی. دوستان عزیز، آقای نوری دریچه سخن برنامیشان است روز همیشن بی که در پیش است، انشالله از ساعت یک تا چار بعد از پیشین وقت کالیفرنیا برنامه دارن، تشریف میارن، ما تشریف آوریشان خیر مقدم میگیم. برنامه های تلویزیون پیام افغان فضل خدا، یعنی راستی پوشش نشراتی ما فوق العاده گردیده، در امون محلاتی که اونجا جیلویز و دیگه و دیگه و جادو نیست، خانه به خانه خصوصا در امون ردیف تلویزیون های افغانستان پخش میشه. بسیار طوری که شما میبینین، ما بسیاری مجال نبود که پاسخ بتونم در واتساپ، از لغمان، از قندوز، از جلال آباد، مزار، که هرات، دیگه دیگه بسیار بینین در تلویزیون پیام افغان فضل خدا دارن، در ایران، شرقی میانه، عربستان، ترکیه را شما شنیدین. دیگه بنان یک افتخار و خرسندی سیر لطف خداوند میدانم کسی که از این دریچه برنامه های خدا پخش میداره، یقینا یک رسوخ موجود هست، سیر برتان عرض کنم و با لطف خداوند لاعزال. دوستان عزیز، لطفاً این نمره را یادداشت کنین در روی صفحه تلویزیون 818-917-1588، عضویت خود اعاده بدارین و کسایی که میخواین عضو تلویزیون شوند، کسایی نو لطف کنین، تلویزیون واقعاً یک منبع تبلیغات شما مردم است، بی اجر انشاءالله نخواهید ماند. ما برتان میگم شاید فردا همی تلویزیون هم نباشه، وضع افغانستان هم تغییر کنه، ما هم نخواد بودیم، محکوم به مرگ هستیم. مگر در این شرایط فعلی بیاین دست به دست داده کسایی که تایید میداره و کسایی که نمیداره، اونا رو ما هیچ خواهش هم نمیدارم، مجبورم نمیدارم. اینجا برای آقای غوثی بعضی دوستا لطف کردن، اونا هم فندیزینگ دارن. آقای قیام $200 وعده کرده بود، $100ش فرستاده. از این $60,000 پول ترجمانی بیادر $100 روان کردی. قار محمد خودم $100 میتونم آقای غوثی که هم $200 تا پورا کنه. چی نباشین سخاوتمند دل بالا بیادر پرتو یک کمک و به یک شبکه به یک چی $100 بیادر چیه سولادایت از دستش بگیرید مکدانل ببوری $100 دعوا میره. لطف کنین به می تلویزیون کمک بدارین. باز میبینم که دیشب دکتر صاحب از سان فرانسیسکو، اسمشان نمیبرم، پارسال $1,200 به تلویزیون فرستاده. وقتی صحبت کردم گفت ضرورت ده، گفتم بله، و همه دبل که یعنی 2400 که تقریبا 5 عضویت از او درست میشه. یا فرزن دکتر صاحب عزیز ما از سیمی ولی اینا $600 فرستاده. یا فرزن دیگه دوستایی که کردیت کارت دیروز از تکساس دادن، محترم دکتر صاحب در اروپا زندگی میکنن، برای دختره که خود در تکساس گفته که کاکایت تلفن کو با کردیت کارت تا برش بتی در اختیارشان قرار بتین که چارج کنه، اونا لطف کردن. یا سان فرانسیسکو یک دیمگه خور لطف که و ما خوب عضویت اخیسته، در ما خورم غالیسی عضویت وقتی و رورم ما اخیسته. نو این همی میشه محبوبیت تلویزیون و همی از که وقت یک نفر 4 عضویت میگیره، 5 تا یا 10 تا، این لطف خداوند است، یعنی دوست داشتنی است و خدا در یک سنگر جهاد قرار میتن. خوی همه چیزا با یک عقیده میشه، خود زکات و صدقات و خیرات و در پروسی خیر و در مؤسسه خیر با ایمان یک نفر یک کار خدا میکنه. در غیر از او اگه او نبود علاقه او به درد نمیخوره، شاید هم جرات هم بسیاری ها نکنه، دل نادل جبون همه تو که بعضی ها دل نادل به جهاد نمیرن و دروغ میگن. در همی خود کلام خود در ارسال یک اعانه یک کمک هم دلزنی میکنن و ترار ما هم کار نداریم، ما معذرت میخوایم. مگر کسایی که دل بالا همه تو سرشار کاکل لطف میدارن که از من انشاءالله تعدادشانه. آقای زدران که مرا اجازه دادن از استرالیا دیروز
گفت عضویت ما را دوباره تازه بساز، در کریدیت کارت چارج کو. و خانمشان همشیری ما دیمونگه برندار اقیم لطف کردیو اقیم ولید خود دیما خواهن دیم گوری زیم گورم از غوارم یا $500 در دیما لخواهم چارج. و داغه شیان زو گورم دیر مایه دی خورسنده و خوشبختی ده دیر منان دوستان عزیز ما هر کدام به خداوند سپاریده انشالله باز فردا در خدمت خواهیم بود. برنامه سخنی اوریان جریان خواهد داشت با صحبت تازه و مسائل تازه انشالله در خدمت خواهیم بود. به مخم خیلی خدای پاک.